بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشتید، اوقاتی بهتر در انتظارتون هست. امروز جمعه است، ساعت 2:08 بعد از ظهر به وقت واشنگتن شرق آمریکا یا نیویورک هست. و قبل از برنامه با 3 خواهر به اصطلاح کسی که برادرشون رو سالها ندیدن، به خاطری که در بله من کجا گفتم، آها، آقای اکبری، الان من نمیدونم شما بگیم اکبری یا بگیم اکبر شیرازی. خلاصه ایشون میگه تو سر مال نزن، کجا پیریم آخه، وقتی این روزا دیگه به 40 سال و اینا میگن میون سال، من و شما که 64-65 هستیم مسن هستیم. آدم نباید از مسن بودنش ناراحت بشه، چون یه چیز بود میگو با اینکه پیرم به 100 تا جوون میارزم. نه خیر، اصلا همچی خبری نیست. یکی دیگه هم بود میگفت که دود از کنده بلند میشه، که بعد یه چیز زشتی دنبالش میگفتن. اونا رو ول کنی، هستیم همین که هستیم، با همین که هستیم خوشحال باشیم. و اما چه خبر، هر هفته یه چیز جدیدی میاد. جمشید شارمهد رو به روایتی دزدیدن، به روایتی گولش زدن، به طمع پول، به طمع تلویزیون، به طمع پرستو، بردنش ایران. ایران میگه ما در ایران گرفتیمش. یه جایی گفتن در تاجیکستان، تاجیکستان گفته نخیر، همچین غلطی نمیتونه ایران در خاک ما انجام بده. در هر صورت باید صبر کنیم ببینیم چه چیزایی، چه خبرهای بیشتر میاد از این ماجرا بیرون. ولی آقای عزیزان و دختر خود همین آقا یک به اصطلاح برنامه ای رو درست کردن، یکیش با بی بی سی. اجازه بدید من این میکروفون رو برای خودم بیارم بالاتر. بله، یکیشون با بی بی سی مصاحبه کرده، یکیشم خودش یه برنامه ساخته که آقای عزیزان چون مدت ها نبوده، وسائلش به اصطلاح خیلی آماده و درست حسابی نبوده، ولی با همه اینا هم بد نیست. ولی اصل ماجرا به نظر من درست نیست. ببینید آقا، میگه یا نکن با فیل بانان دوستی، یا بساز خانه ای در شأن فیل. که یکی از دوستای ما گفت آقا این خانه ای در شأن فیل یعنی چی؟ باید بگن یا نکن با فیل بانان دوستی، یا بساز خانه ای که فیل توش بره. خیلی ساده صحبت کنن. از اون طرف داریم کسی که خربوزه میخوره پای لرزش وای میسه، از اون طرف داریم کسی که شتر سواری میکنه دلو دلو نمیشه. آقای عزیزان، دختر ایشون ممکنه به دلیل اینکه آلمانی و انگلیسی بلده و فارسیش خوب نیست، متوجه نیست که آقای شارمهد، من دوبار با ایشون مصاحبه کردم، دیدم این اصلا توی حال هوای دیگه هست. خیلی ممنون سعید عزیز. بله، این OBS که Open نمیدونم Broadcasting فلانه، هی دیدی دیگه تابلوش هم نشونه دادم، 2-3 روز اینجا شرق آمریکا بارون شدید اومده، 2.5 اینچ، که یعنی اگر برف بود میشد 24 اینچ برف، باز دیروز 2 اینچ سیل اومده و اینها. این عکسی که پشت سر من میبینی خب احتمالا ونیز هست، ولی همینجا بری پایین الان آب اومده تو خونه اونایی که الکساندریا، میلیونرن اینایی که الکساندریا هستن، ولی آب میاد بالا، با شیشه باید کیسه شنی بذارن اینها. بله، یا بنا کن خانه‌ای در حد فیل. ماندانا مانی، این خانم ماندانا مانی که میاد اینجا، من یک کمی وحشت برم میداره که درست حرف بزنم، یه چیزی رو غلط نگم، چون خیلی ملا نقطه‌ایه و همه چیز رو بلده. خیلی ممنون. بله، همون ما اینجوری یاد گرفته بودیم، یا نکن با فیل بانان دوستی، یا بساز خانه در، یا بنا کن، یا بنا کن خانه در شأن فیل. منظورشون لابد اندازه فیل بوده، حالا شما اینجا نشتید در حد فیل، اینم درست. ببینید، کسی که همینجا تو آمریکای آزاد، اگه من بیام بگم میخوام دولت ترامپ رو وقتی که مردم رأی دادن و اینجا از فرو بریزن، میان میگیرن، من شوخی هم ندارم. شما میخواد قهرمان بسازی از آقای شارمهد، بساز، احتمالا این بند خدا رو هم میگیرن اعدام میکنن دیگه، شما بیشتر به هدفت میرسی، قهرمان اصلی میشه. ولی آقا،
کسی که پوز میده، قمپوز در میکنه و میگه من در طبقه شیشم اف بی آی زندگی میکنم و دسترسی آخوندا به من مشکله، بعد اینجوری میگیرنش ذلیل، میبرنش اونجا. دخترش حالا میاد، بنده خدا کم مونده بود گریه کنه که آقا این پارکینسون همینه که اینجوری میشن، اینجوری داره، قرص نخوره نمیتونه پاشو تکون بده. اتفاقا من یه دفعه باهاش صحبت کردم، این خیلی هم قیافش شبیه عموی منه، عموی من وقتی جوان بود و مو داشت و اینا، حالی که دوتاشون فوت شده. خیلی هم اون روز فکر کردم هم بابام فوت شده، هم عموام فوت شدن، هم عماهام رفتن. بنده خدا مادر بزرگ ما 6 تا بچه‌اش زنده مونده بود، خدا میدونه چند تا داشته. میدونید انقدر میمرد و کنار باغچه و تو قبرستون اینور و خاک میکردن تا چند تاش زنده بمونه. اینم از صدقه سر آقای رضا پهلوی، رضا شاه ها. و بهتون گفتم یه دفعه من برای پالوده میرفتم روزه، وقتی رفتیم روزه به مادر بزرگم میگفتم اون روزهای آخر رو به من خبر بده. اینم فکر میکرد من میخوام بیام عزاداری شدید. من یاد گرفت بودم که روزهای آخر شیرینی میدن، پالوده میدن، صابخونه چیزی میدن. خلاصه برای پالوده میرفتیم رای میدادیم به آقای ایرج مرزا، برای پالوده میرفتیم عزاداری. بعد یه دفعه مادر بزرگ من خیلی گریه میکنه، ما هم بهش میگفتیم ننه، بهش گفتم ننه چرا قدر گریه میکردی تو روزه؟ چی میگفت مگه؟ من که نمیفهمیدم. بعد گفت که ننه منم نمیفهمیدم، من با حال خودم داشتم گریه میکردم که 6 تا بچه یتیم و با سوزن زدن، این خیاطا به خودشون میگفتن سوزن میزنیم. در هر صورت برگردیم، خلاصه نظر شما درباره این افراد چیه؟ آقای عزیزان اگه روح الله زم میاد آمد نیوز را میندازه، آقای که چیه بیژن مال وایس آف امریکا را هم استخدام میکنه، بهش حتی میگه تو کراوات نپوش و اونم کراوات نمیزنه، بعد یه دفعه باد ورش میداره، یابو ورش میداره، میخواد حکومتی رو که پدرش جزوی از اونه، حکومتی رو که خودش از صدقه همون حکومت به شغلی رسیده و اینها، اونجا میشینه شراب میخوره و زنبازی میکنه و نمیدونم بهش قول میدن که پرستو میاد، شرستو میاد، فلان اینا. بعد که میگیرنش اونجا، اگه جمهوری اسلامی چوب تو آسینه اینا نکنه، هر کسی میاد حرف میزنه. ولی شما نگاه کن، من اون روز تالا به دو سه نفر از دوستانی که در رابطه با شارمهد بودن نوشتم آقا چی شد، این کجاست، جوابم نمیدن. یعنی چی؟ میترسه، میگه حالا نکنه سربی منو لو بده. میدونی اینا عمدن میان اینو میگیرن و الا فکر کنید کم خرج، اینقدر سال صبر میکنن، اینقدر سال افراد آموزش میدن، اینقدر خودشون رو در میندازن با دولت‌های مختلف و میان این کارهای غیرقانونی رو انجام میدن، طرف رو میگیرن میبرن، تا میرسه اونجا هم میگه نکنه این حالا بمیره، بذار ما ازش یه اعترافی بگیریم. دوربین روشن، حتی اگه شده با تلفن خودش تو ماشین، دیدید دیگه سوار شدن روح الله زم تو ماشین و اینا فیلم برداری میکنن. حالا اون شارمهد کجا بوده من نمیدونم، ولی اینجوری میکنه که شما به ترسی. آقای عزیزان حالا اگه شما اومدی گفتی من نمیترسم، به جنگ تا به جنگیم، آقا توی جنگ که حلوا پخش نمی کنن. توی جنگ تیر و تفنگ، تازه تفنگم که تیرش تموم میشه سرنیزه داره، سرنیزم اگه نداشته باشه تفنگ رو مثل چماق برعکس میگیرن، با تهش با قنداقش جنگ میکنن. آقای نیساری نوشته بود چماق هاتون رو، گرز ها، فرق گرز با چماق چیه؟ چماق رو با یه شاخه مخصوص درخت درست میکردن، چه شکل عجیبی هم داشت، ولی گرز رو پیشرفت کرده، چماق پیشرفت کرده میشد گرز، بهش حتی جواهرات هم میزدن. تو جنگ قبلی جواهرات گیر آورده بود، روی اینم میزد، بزرگش میکرد، تیزش میکرد، فلان. نه ایشون نوشته بود گرزهاتان را چرب کنید. من نوشتم والا تریب شنیده بودیم سیبیل فلانی رو چرب میکنن، ولی گرز چرب چجوریه؟ گفت بله، گرز چون از جنس چوب ساخته میشه و ترک میخوره و احتمالاً میشکنه و اینها، یه سری آب خیس میکنن، یه سری چربش میکنن.
من یادمه چون خودم تابستونا شاگرد نجار بودم، شاگرد شوهر عمم بودم آقای رستاخیز، و این عصرا به من میگفت که چکشا رو برعکس بذار توی پلاستیکی یا یه قوطی که توش آب بود. این دلیلم داره. دلیلش اینه که وقتی با چکش کار میکنن یا پتک، آهنگرام این کار میکنن، اینا اگر چوبش فلکسیبل نباشه وقتی ضربه میزنن به دستشون ضربه میخوره، یک چوبه میشکنه، دو و در میره. بعضی وقتا اینجوری که میکنن سر پتک در میره میخوره این ور اونور. وقتی میزنن چوب رو توی آب، آب میگیره به خودش پف میکنه و میچسبه به این. در هر صورت آقای نیساری گفته گرزهاتون رو چرب کنید، به همین خاطر ساعت 2:30 قرار بیاد اینجا. چون به نظر من آقای نیساری با وجودی که میگن که ما با چند تای دیگه هماهنگ هستیم و اینجور اینجوری، یه جای کار اشکال داره. یه چیزی تا به مغزشون میرسه میگن و درست میکنن. این روزام دیگه شما لازم نیست بلندشی یه کاغذی رو بنویسی ببری بدی به یک چاپخونه ای چاپ کنه که اون برات بنویسه آقا اینو اشتباه نوشتی، مثلا باید با سات باشه، شما مثلا موثقی رو به جای سه نقطه با سات نوشتی فلان نه. هر کسی همونجا که نشسته اتاق کار خودش چاپ میکنه و میفسه بیرون، این اشکالا پیش میاد. زد و نقیزن. یه جا میگن جاهایی که به شما آدرس میدن کجا برین کی برین نیان، بعد خودشون فردا آدرس میدن بیاین فلان جا فلان ساعت، بیاین جلوی نمیدونم سفارت چین. نمیخونه عزیز من، دوست من، نمیخونه. بعد افتخار میکنن که 41 سال ما داریم فعالیت میکنیم. میگم آقا اگه 41 سال فعالیت میکنی، آخوندا همه جا شده پر آخوند، مثل سرطان، از مجلس خبرگان، مجلس نمیدونم تشخیص صلاحیت، نمایندگان مجلس همه شده یعنی آخوند، بچه هاشون هم دنیا رو گرفتن از کثافت و از فساد. خب عمل کرده شما درست نبوده، غلط بوده، عوضش کنین. ولی گوش شنوایی نیست متاسفانه، بهشون ممکنه حتی بر بخوره. من حقیقتا بهتون بگم خیلی تازه برام سوال پیش اومده که این آقای نیساری چجور من این همه نق میزنم ایراد میگیرم، این بنده خدا باز به اصطلاح چیزی نمیگه و ما رو به اون احترام همشهری و اینا همینجوری قبول کرده و هنوز با همون در تماس. و امیدوارم این به اصطلاح بزرگ چی میگن ایراد بزرگی نباشه و این رو به عنوان دوستی ما بگیره. چون میگه دوست به شما میگه من بهت گفتم، دشمن میگه آهان میخواستم بگم. خلاصه آقای شارمهد رو گرفتن، کسی که هر وقت اتفاقی میافتاد میگه بله اینا جزء ما بودن و تا حالا چندین نفر رو به کشتن داده، جوانایی که بنده خدا از اون ور چندین نفر رو اونا رفتن کشتن، حالا همه اینا یقش رو میگیرن در دادگاه ایران. ایرانی که طرف به خاطر سیگار کشیدن اعدام شده بوده، طرف نمیدونم به خاطر دزدی کوچک اعدام شده، حالا ببینیم سر آقای جمشید شارمرد چی میارن. جمشید شارمرد کیست؟ کجاست؟ چرا؟ ایشون یه آدمیه که توی آلمان بوده، رفته دنبال کارهای IT، فکر کنم Information Technology بهش میگن، بعد آمده توی آمریکا و اینجا هم ویزا نداشته از لحاظ کاری، ویزای کاری و اینها گویا و مونده بوده، بعد مجبور میشه بره ویزاش درست کنه. حالا دخترش نوشته که رزیدنت یعنی کسی که گرین کارتش گرفته باشه، نوشتن رزیدنت منتظر سیتیزنشیپی. حالا ببینیم چی میشه. این داستانی که من میدونم، اگر شما چیز دیگه ای میدونید بنویسید تا ما برای دیگران بگیم. بذارید ببینیم اینجا میکروفونی چیزی هست تا ما پیداش کنیم. های دفنیشن AMD. اینقدر من از دست این برنامه های جدید عاجزم.
چون هر برنامه میاد حالا دیگه میگه ما یه میکروفون هم داریم، یه بلندگو هم داریم، و واقعا هم بعضی هاشون دارن. برید یه مصاحبه سنودن انجام داده سال 2019 با این آقای کی بود تو کانال 4 بود NBC، یه دروغی گفت کردنش بیرون دوباره برگشت اینها، و اون میگه که این دستگاه ها چجوری جاسوسی میکنن تو خونه من و شما و چجوری بدونه که من و شما بدونیم اونا خبرها رو میبرن. آقای خسرو بهرامی سلام میکنم خدمت شما، من پیام های شما رو گرفتم، حقیقتش همین جوری که به آقای نیساری میگم به شما هم خیلی ساده عرض میکنم، یه کمی پیاماتون برای من گیج کننده است. تو پیام اولی میگین اینا رو پخش کنید، تو پیام دومی وقتی من میگم پخش میکنم روز پیام میذارید که نه پخش نکن، من میخوام راجع بهش یه سوالاتی کنم. خب عزیز من سوالاتتون رو مطرح کنید، چون اگه تازه به من بگی من باید بنویسم با صدای خودتون خیلی قشنگ 3 دقیقه 3 دقیقه سوالتون رو مطرح کنید، بعد من به دوستان پیام شما رو اینجا به عنوان سوال پخش میکنم، بعد میگم این فیلم رو هم بعد از برنامه خودم یا مثلا بعد از برنامه آقای ارشاد و امروز آقای امروز روز پرباری بود، بعد از برنامه کانون آوا که با 3 تا از خواهرای ایرانپور در شیراز صحبت کردم، ساعت 2:30 با آقای فرزاد نیساری صحبت میکنم، ساعت 3:30 با آقای امیرحسین لادن صحبت میکنم، ساعت 4 برنامه آقای ارشاد رو از ایران شماره 282 اون رو پخش میکنم براتون، ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ما و 3 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا با آقای عباس سعیدی درباره ماتریالیست و ماتریالیسم صحبت میکنیم، شما هم با ما باشید. آقای بهرامی من گفته بودم پخش میکنم، خواستم پخش کنم، شما پیام گذاشتید پخش نکن، و امروز خدمتتون میگم اگر میخواید پیام بذارید بگید اون فیلم از تهران تا قاهره اینجور اونجور در دقیقه، حتی بگید در دقیقه مثلا 26 خانم فرح اینو میگه، اون فیلم کی بود گفتید مقامی مال ساواک کی بوده، 3-4 نفر میدونید که رؤسای ساواک بودن در طی این عمرش، اون نصیری بود، بعد یادتون باشه پرویز ثابتی هیچ وقت رئیس ساواک نبوده، نفر دوم بوده، الان هم 80 و چند سالشه، ولی واقعا نمیدونم حالا اگه به خدا ایمان داشته باشه و اینا فکر میکنن که جواب افرادی رو که شکنجه کردید، شما خانواده ها رو داغدار کردید، زندگی اونها رو تغییر دادید، شما چی میگید حالا چه تو این دنیا چه توی اون دنیا. لبنان، بیروت، حتما انفجار بزرگ رو دیدید و بلافاصله دروغ بزرگ ترامپ گفت که من با جنرال ها صحبت کردم گفتن که این بمب بوده، جنرال ها گفتن ما اصلا همچین چیزی نگفتیم، طرف میگه آقا تو با کی صحبت کردی، میگه صحبت کردم، دروغ میگه دیگه، میگه دروغ خلاص. گویا حالا یا حزب الله، لبنانم هیچ به اصطلاح سیاست مداراش دولت مردانش آدمای مطمئن و درستی نیستن، نمیشه بهشون اطمینان کنی، اینها مقدار زیادی هزاران کیلو مواد شیمیایی اونجا گذاشتن، مواد شیمیایی که درسته که کود شیمیاییه ولی میشه با مخلوطی از اون، اتفاقا اوهایو بود کجا بود اینجا سال 95 یه نفر این کار کرده بود و اینها، میشه ازش بمب بسازن و این بمبا رو شما وسط شهر توی بندری که جای توریستیه، هتلای توریستیه که نمیذاری، ولی حماقت حد و مرزی نداره و اینها این کار کردن و اون روز منفجر شد. حالا چه فیلمایی هست، خانم عروس از آمریکا بلند شده رفته نامزدش رو از اونجا ازدواج کنه برداره بیاد، برای عروسی داشتن فیلم برداری میکردن منفجر شده و میگه ما فکر کردیم میمیریم، و بعد میگه دیگه من فکر لبنان رفتن از سرم میره بیرون. اینها لبنان زمانی که دوره شاه بود به نام عروس خاورمیانه معروف بود، دلیلش هم این بود که یک کشوریه که چون مسیحی ها و اروپایی ها و یه مدت هم اینا زیر به اصطلاح پرچم فرانسه بودن، یه مقداری آزاد و آزادتر و اینها بوده و عرب مربا هی میگن مسلمون مسلمون، برای گند و گوبازی هاشون میرفتن لبنان،
حقیقتا عروس عروس خاورمیانه نه، عروس برای اونا بوده که هر شب میخواستن با یه عروس جدید باشن. این از این جمشید شاه. من خط بزنم تا بعدا صحبتی داشته باشیم. آقای خسرو بهرامی رو گفتم، لبنان، بیروت، انفجار بزرگ رو گفتم، و صحبتایی هست که میگن بعضی از لبنانی ها توماری رو امضا کردن، چون اولین کسی که رفت اونجا رئیس جمهور فرانسه بود، آقای ماکرون، و اونجا هم خیلی ازش استقبال شد، مردم خیلی خودمونی اومدن باهاش صحبت کردن، حتی رفت مادر یکی از این چیزها رو هم بغل کرد و اینا، که بعضیا گفتن دیگه یادش رفته که کرونا هست اینها، و میگن یک فرمی رو امضا کردن که خواستن از ماکرون، آقای ماکرون این لبنانیا بیلیاقتن، دولت مردان شما بیا 10 سال کمک کن تا ما برگردیم رو پای خودمون. برایان هوک، اون دروغگویی که به اصطلاح چندین سال ایران رو اینجوری، مردم ایران رو تحت فشار قرار داد، دولتش که داره میخوره و ملکلفتر میشه، بالاخره استعفا داد، چرا هنوز معلوم نیست، یه نفر دیگه میاد از اون دروغگوتر، ولی این قبلا هم با ایران معامله کرده، سال 82، سال همون اولای انقلاب و اینها، توی جنگ و اینها معاملات ایران کانترا و اینها، و همش شد اینها اینها. بذارید من با آقای نیساری تماس بگیرم ببینیم آقای نیساری چی میگن از این اوضاع و احوال ایران و دنیا. آها، این صدای خوبه، صدای اینجوری رو دوست دارم، یعنی دوستمون هستش، الانم جواب میدن امیدوارم. بله ببینیم، مثل این که ارتباط برقرار شد، بسیار عالی. و باز اسکایپ هم جدید کرده، دیدم تلویزیونای دیگه هم وقتی نشون میدن این علائم اسکایپ روی صورت مهمونا و اینها هست، باید هر روز باید به اینها هی تریک بزنیم، تریکای جدید، تا ما بتونیم یه تصویر خوب از دوستان خوب داشته باشیم. دوستان عزیز، آقای فرزاد نیساری رو با خودمون داریم. ضمن اینکه به ایشون سلام میکنم، میکروفون رو در اختیار ایشون قرار میدم تا از جریانات اخیر ایران، از جریانات اخیر لبنان، از تظاهرات بیش از 50 روز به اصطلاح کارگران، اینها برامون تعریف کنن. شرکت نفت وضعش خیلی خرابه، فهم برای آقای نیساری نوشتم، من چون خودم پدرم کامیوندار بود و یه مدت این کامیونا رو تانک اونجا میرفتی خودت عوض میکردی، با پیمونکاری به نام پیروی کار میکرد، این ماهیت پیمونکارا رو یه مقداری میدونم، و پیمونکاری یکی از اشکالاته که اینها شرکت نفت به جای اینکه مستقیما با کانترکتور، با کامیوندار، با تراکر، با کانترکتور دیگه میاد، یه نفر دیگر رو میگیره، اون حالا مثلا 100 تومان که میگیره 90 تومان بر حسب انصافش، معمولا هم آدمای بی انصافی هستن، همین آقای پیروی که اهل کازرون بود و خیلی با انصاف بود، شما نمیدونید پدر ما رفته بود 1 ماه کار کرده بود، بارنامه ها رو میبردیم میذاشتیم اونجا، این میگفت بده با آقای رمضانی نمیدونم فلان، هی میرفتیم میگفتیم پول، میگو هنوز دارن حساب میکنن، پولا رو میگرفتن باهاش معامله میکردن، به مردم نمیدادن. الان من درد اون کارگرا رو میدونم. از اون بدتر، شرکت نفت به خاطر تولیدات نفت وضعش خرابه، پولی نمیسازه، پولی نیست که بخوان پول گذشته رو هم بدن. آقای نیساری ببخشید اگه من زیاد صحبت کردم، این شما و این هم دوستان بیننده و شنونده تلویزیون مردم، بفرمایید با شما هستیم. با درود، صدای من میرسه؟ بله عزیزم. بسیار عالی. با درود بر شما و بینندگان گرامی، با درود بر هممیهنان گرامیم، با درود بر استادانی که به من درس آزادگی و انسانیت آموختند، و به ویژه با درود بر فرزندان گرسنه و بی سر و پناه ایران که دست و روی آنها را از راه دور میبوسم. فرزاد نیساری هستم، از ایل قشقایی، سرباز میهنم ایران، در خدمت ایران و ایرانی برای حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی ایران. در گفتگوی امروز به بررسی موارد زیر میپردازم. یکم، تفاوت اعتراضات و اعتصابات. اعتراضات در حقیقت صرفاً ابراز نارضایتی است، مادامی که معترضین با آرامش
و بدون ایجاد اضطراب و یا ناراحتی برای رژیم به اعتراض بپردازند، چک رژیم نه تنها نمیگزد بلکه مردم خسته و کوفته را نیز مورد تمسخر بیشتر قرار داده و به رژیم چنین پیام میدهد که این مردم بجز آه و ناله سر دادن و تفسیر مسائل قابلیت ایجاد دگرگونی ندارند. بنابراین مادامی که ما صرفاً به اعتراضات بپردازیم، رژیم به دزدی‌های خود ادامه می‌دهد. اعتصابات با اعتراضات فرقش در این است که جلوی درآمد رژیم را و جلوی دزدی‌های در روز روشن رژیم را می‌گیرد. بنابراین حربه است با اثرتر. اعتراضات را می‌توان تئوری بدون عمل نامید. به داستان بلدرچین و برزگر رجوع کنید. نمیدونم امروز این رو در کتاب بچه ها درس میدن توی مدرسه یا نه. تا آن روزی که برزگر منتظر کمک دیگران برای درو کردن محصول زمینش بود، بلدرچین به بچه هایش میگفت ناراحت نباشید، راحت بنشینید، خبری نیست. اما به محض آن که دهقان گفت که دیگر کسی منتظر کسی نیست و خودش فردا محصول را درو میکند، بلدرچین به بچه هایش گفت جمع کنید که این زمین دیگر جای ماندن ما نیست، چون برزگر خود به حرکت افتاده است. ما مردم نیز بدون حرکت به جایی نمی رسیم. با نشستن و انتظار کمک از دیگران را داشتن و صرفاً به اعتراض پرداختن به جایی نمی رسیم. چرا اعتصابات سراسری؟ اعتصابات سراسری برای قطع شاهرگ حیاتی رژیم است. این حکومت جمهوری اسلامی اجنبی و دست نشانده اربابان بیگانه با خصوصی سازی خصوصی همه ارکان اقتصادی مملکت را که به درآمد مملکت سود می‌رسانده است یک به یک از دست صاحبان اصلی آن و مدیران با تجربه درآورده، مصادره کرده و بر اساس اسلام آنها را به عنوان غنیمت گرفته شده از مردم ایران به زالوزاده‌هایش، مسلمانزاده‌هایش پیشکش کرده است. این حکومت جمهوری اسلامی اجنبی و دست نشانده اربابان بیگانه کارگران چنین ارکانی را به بیگاری با داشته و با بیشرمی هرچی بیشتر و بر اساس نص صریح قرآن گجستگان از پرداخت حقوق به مردم عجم ایرانی نیز تفره می رود. بنابراین با اعتصابات و بستن تولیدی این کارگاه ها و کارخانه ها راه دزدی روز روشن آخوند و ملای اجنبی را میگیریم. جایی که از حقوق و یا حقوق مکفی خبری نیست، چرا مجانی برای اجنبی کار کنیم؟ اصلا از کار کردن برای اجنبی درست نیست، چه مجانی چه با پول. پس بر همه واجب است که دست از بیگاری و حلقه به گوشی ملا و آخوند اجنبی برداریم. حالا در کنار این به اصطلاح کاری که داریم میکنیم، آیا باید هر جایی را که توانستیم از کار بیاندازیم؟ خیر. آنجا که تولید کارخانه و یا ارکان به نفع مردم است، آنجا که بودن سرویس عملاً به نفع مردم است و یا امنیت مردم در بودن آن پوشیده است، همچون بیمارستان‌ها، هیچ گونه اخلالی نباید صورت پذیرد. بنابراین باید با درایت و هوشیاری عمل نمود. به یاد داشته باشیم که این خود جمهوری اسلامی اجنبی و دست نشانده بیگانه است که با به آتش کشیدن و از میان برداشتن مردم بیگانه در چند مسجد و معبر و آتش زدن منابع طبیعی و جنگل‌ها تلاش در مخدوش کردن افکار عمومی داشته و آنها را به گردن مردم غیور و مبارز ایران به ویژه جوانان آزاده و انقلابی ایران می‌اندازد. این رژیم اجنبی دوست و نوکر بیگانه همچون رژیم پیشین خود عامل فساد و دزدی و چپاول و بی‌حرمتی به مال و ناموس مردم است و با بیشرمی مبارزان را اخلالگر می نامد. رضا قلدر بزدل و پسرش حاج محمد رضا پالانی نیز به دستور اربابان همین جمهوری اسلامی اجنبی سرداران ایران را یکی پس از دیگری با نیرنگ و فریب و به نام یاغی به قتل رساندند. آن سرداران و عشایر همانقدر یاغی و شرور بودند که جوانان معترض ما در آبان ماه 1398 شرارت کردند. ماهیت رژیم های سرسپرده در این است که در مقابل مردم خود شیر هستند، اما در مقابل اربابان اجنبیشان دستمال به دستانی تو خالی بیش نیستند. با فرمان اجنبی به قدرت می رسند
و به فرمان اجنبی هم از کار برکنار می شوند. چرا رژیم خودش انتحاری کار می کند و در کشتن مردم از هر سیاستی دریغ نمی کند؟ مسجدی را در شیراز منفجر و عده‌ای بیگناه را کشتند، گناه آن را به گردن انقلاب می اندازند. اگر راست می گویند حوزه علمیه قم و اماکن پرورش آخوند را منفجر کنند و به گردن انقلابیون بیندازند. قولتان می دهم که همه مبارزین از چنین همکاری های رژیم در براندازی اسلام و اسلام پناه خوشنود خواهند شد. البته بهتران خواهد بود که خود را نیز یکی پس از دیگری و یا دست جمعی سقط کنند که آن می شود نور علی نور. کپی زدن از سازمان ها. خب ببینید، ما تفاوت اعتصاب و اعتراض رو اینجا توضیح دادیم و تفاوت این دو در این هست: هیچ چیزی بدون حرکت به دست نمیاد. تا حالا شما دیدید وارد اتاقی بشید و چراغ خود به خود روشن بشه، حتی اگر بر اساس به اصطلاح سنسورها باشه و چیزایی که حس میکنن انز ورود انسان رو، اون هم به خاطر نوری که به بدن میخوره و نمیتونه رد بشه از شما، به چراغ میگه آقا روشن شو. آیا تا حالا شما دیدید که بشینید توی ماشینتون یا یه براخره بخواد جنسی رو حمل کنید و این خودش فقط صرفا با فکر شما حمل بشه؟ این غیر ممکن هست. بنابراین بایستی شما از وسیله استفاده کنید، بایستی یک عملی انجام بدید تا عکس العملی انجام بشه. بنابراین این اعتراضات بدون به تنهایی کار به جایی نمیبره. اما نکته بسیار جالب در این هست، خب به قولی ما در 41 سال گذشته اعتراضات بسیار وسیعی داشتیم و به نتیجه هم نرسیدیم و امروز یک شعله این به اصطلاح حرکت رو بالا بردیم و میخوایم به اعتراضات سراسری بپیوندیم. برنامه‌ای بود که ما در اواسط ماه پیش ریختیم، روی اون بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که آقا بدون اهرم به اصطلاح پشتیبانی اهرم اقوام این مسئله بسیار مشکل میشه. چرا؟ که رژیم اعلام کرده بود که اگر کارگاه ها و کارخانه های به ویژه پتروشیمی و نفت بسته بشه، از کارگران چینی استفاده خواهد کرد. بنابراین پیشنهاد ما این بود که راه ها رو بایستی بست و یک مقدار تدابیر دیگری رو هم اتخاذ کرد که ما بتونیم به این اعتصابات سراسری کمک کنیم. در رابطه با این مسئله مهم این بود که ما با دیگر نیروهای درون کشور صحبت کنیم و به این نتیجه برسیم که با یک دیگر متحدن به عنوان یک ائتلاف البته این به اصطلاح حرکت رو سازماندهی کنیم. اما رژیم هم به همین سادگی ساکت نمی نشینه. ببینید این مسئله، دو مسئله در صدر رژیم های پیش و رژیم اکنون هست و اینها رو بیشتر اربابان اینها برنامه ریزی کامل بسیار کامل کردن. من یک مثال برای شما میزنم. یکی از به اصطلاح قوی ترین اتحادیه‌های کارگری اروپا که در انگلستان بود، کارگران زغال معدن زغال سنگ، به درستی به مدت یک سال دو سال در مقابل دولت ایستادند و در حقیقت مملکت رو داشتن فرج می‌کردند. چه کار کردن اینها؟ اومدن کنار این یک اتحادیه جدیدی به نام دموکراتیک، اتحادیه دموکراتیک را کارگران زدن و با خرید چند نفر یک اتحادیه جدید راه انداختن. اینها رو شقه کردن، وقتی که شقه کردن با تکه تکه کردن آنها بر اونها پیروز شدن و شکستشون دادن. این رژیم در درون ایران هم همچنین دستوراتی رو خواهد گرفت. منتها مسئله در ایران بسیار پیچیده است. حساب کنین مملکتی با ثروت بسیار در دست اجنبی بوده، نمیخواد از دستش بده، بنابراین دفاتر به اصطلاح اتاقهای فکری اینها در غرب و کشورهای گوناگون که نشستن قشنگ برنامه ریزی کردن. من و شما امروز میریم توی خیابون، شب میام خونه میشینیم، شامون رو میخوریم. اونها شاید 24 ساعت مأمور اختیار کردن که بشینه واقعا وقایع رو بررسی کنه و اقدامات بعدی رو به اطلاع دولت ایران برساند که دولت ایران چه غلطی بکند. مثال میزنم، مسئله دولت چین به پیش آمد و این مسئله دولت چین رو باز نیروهای به اصطلاح مبارز ما به این مسئله گیر دادن که آقا چین با آمریکا در تضاد هست، چین با روسیه در میدان فلان هست، روسیه با آمریکا در تضاد هست. هیچ کدوم اینها این فکر رو نمی کنن که آقا مسئله چین، مسئله روسیه اینها نیست. این رژیم میگه آقا جون هر کی که میخواد بیاد، مادامی که ما بتونیم از توی ایران هر چیزی رو که داره بکشیم بیرون و تحویل اجنبی و اربابمون بدیم، فرق نمیکنه که حالا چین بیاد یا روس بیاد یا دیگری. این هست که ما مردم ایران بایست این ترفندها و این شعبده بازی ها رو همزمان که حرکات خودمون رو ادامه میدیم اینها رو هم در نظر داشته باشیم. مثلا
اینها میان در سرکه کسانی مثل امید نادان رو به قول بعضی ها که نادان هم واقعا هست، یا اون امیر زجرآور رو میخوابونن، پشت سرش میان به اصطلاح شورای مدیریت کزاز رو میخوابونن و بسیاری از اینها رو برای ما ردیف کردن هموطنان، بسیاری حتی بسیار پیچیده تر از اینها رو برای ما ردیف کردن، ولی ما نبایستی فریب اینها رو بخوریم. تفاوت جنبش ایران بانان و دیگر جنبش ها در این هست که علا رقم اینی که ما به اونها کمک خواهیم کرد برای پیروزی، هر کدومشون که کار درست کنن ما در خدمتشون هستیم، اونی کسی هم که کار نکنه ما افشاش میکنیم، ولی تفاوت ما در این هست، ما نمیخوایم مردم بیان دوم خودشون لای تقلیه بذارن که در حقیقت این رژیم از خداش هست که بیان این کارا رو بکنن. بنابراین با کشتهای کمتر، با درایت بیشتر، هر ایرانی یک رهبر، هر ایرانی خودش بایستی دست به عمل بزنه با چشم و گوش باز برای خواستهای مهم، برای مطالبات ملی. یعنی در حال حاضر هیچ ایرانی اگر بخواد به طرف پیروزی بره، بایستی در حقیقت اون مطالبات ملی خودش رو که مطمئنن میتونه ما رو به سرحد پیروزی برساند بفهمه و در نظر بگیره. اون مطالبات ملی چی هست؟ مثلا اتحاد بر حول حفظ یک پارچگی ایران، تمامیت ارضی ایران هست، حقوق برابر زن و مرد هست، آزادی سیاسی هست، آزادی بیان هست، آزادی احزاب هست، نمیدونم حقوق مساوی اقلیت ها هست، حقوق برابر برای تمام اقوام هست، و خلاصه اجتماعی که مولا درزش نره و ما بتونیم فرزندان خودمون رو در آسایش و رفاه آموزش و پرورش بدیم. در یک همچین بهبوهه و در یک همچین زد و خوردهایی هست که هر ترفندی این رژیم بتونه میزنه. اگر بتونه فردا پدر من رو مثال میزنم، فردا پدر من رو اجیر میکنه، بغل دست من میگذاره که اونجایی که لازم شد ضربش رو به من بزنه. ولی جلوی این ضربه ها رو ما چطوری میتونیم بگیریم؟ ما جلوی این ضربه ها رو با آدم هایی میتونیم بگیریم از خود گذشته، انسان هایی که نه برای خودشون بلکه برای سرزمین و برای مردم خودشون و برای فرزندان ایران کار میکنند. اینها رو بایستی بشناسیم، اینها رو بایستی پیدا بکنیم. یک مشکل اساسی که در این زمینه هست این است که در 41 سال گذشته و به ویژه در 100 سال گذشته در حقیقت ما کمبود سردار داشتیم. سردار منظور من کسی مثل رضا قلدر بزدل نیست، سردار منظور من کسی نیست که بیاد بگه آقا رهبر منم و هر چی که من گفتم. خیر، انسانهایی که مبارز و در خط اول جبهه جنگ بر علیه استبداد بیستن، بجنگن برای مردم و اون چیزی رو که کسب میکنن در اختیار مردم بگذارن، در حقیقت ما خدمتگزاران صف اول رو کم داریم. منتها متاسفانه برداشت هموطنان ما، بعضی از هموطنان ما که اکثرا هم شاید کارشون درست باشه، این هست که هر کدوم میخوان به تنهایی همون رهبر باشن. پیشنهاد ما این است که آقا رهبریت از آن مردم هست و هر کسی که رهبریت رو از آن مردم نشماره، در حقیقت سنگ جدایی انداخته، در حقیقت در این به اصطلاح حرکتی که ما برای استبداد میکنیم ترک وارد کرده. اما این نبایستی به این به اصطلاح اشتباه برداشته بشه که سازمان‌های گوناگون نبایستی باشن، این نبایستی به اصطلاح اشتباه بر این بشه که افراد نبایستی ایده های گوناگون داشته باشن. بنابراین ما با احترام به ایده های گوناگون، با احترام به باورهای گوناگون، اما بدون کوتاه آمدن از مطالبات ملی مردم بایستی حرکت کنیم، به دور هم حلقه بزنیم. من خودم به عنوان یکی از افراد جنبش ایران بانان و این رو صحبتی که میکنم از صدر جنبش ایران بانان درست هست تا به اصطلاح پایین ترین فردی که در جنبش کار میکنه، ما در خدمت مردم ایران هستیم و حاضر هستیم پشت سر هر کسی که بتونه منافع مردم ایران رو دفاع کنه و بتونه ما رو سریعتر به پیروزی برسونه بایستیم و ازش دفاع کنیم. بنابراین امروز هرچی که جلوتر میریم و این اتصابات سنگینتر میشه و به اصطلاح رژیم به درجه هلاکت بیشتر نزدیک میشه، شعبده بازی ها بیشتر میشه، نمیدونم این روح الله زم ها پیدا میشن، این شارج محمد ها پیدا میشن که در حقیقت اینها شمه‌ای بوده و سیاستی بوده که از کودتای 1332 در حقیقت غرب استفاده کرده، سران سازمان ها رو یک به یک از بین برده، جایگزینی جای اونها گذاشته، حقوق بگیر جای اونها گذاشته. مثال عمده اینها رو حزب توده است که میبینید چه خیانت هایی به مردم ایران کرده و چطور در به اصطلاح گرفتار کردن مردم ایران با رژیم خمینی همکاری کرده. چریک های فدایی هستند و
از این تعداد بسیار هستند، روح الله زم ها هستند، علی ناجوان مرد ها هستند، نمیدونم مسیح علی نژاد ها هستند، اینها رو در سکه خوابونده و یک به یک میاره جلو. ما مردم ایران متاسفانه به خاطر عدم تجربه سیاسی و به خاطر اینکه سرکوب بر سر ما حاکم بوده، به اصطلاح موقعیتی رو پیدا نکردیم که بتونیم در رابطه با حرکات سیاسی آبدیده‌تر و آگاه‌تر پیش بریم و امکان اینکه کلاهای سنگین‌تری سر ما بره و از دوباره اون لیست سنگینی رو که اینها در زمان آوردن رضا قلدر بزدل بهش دادن و گفتن به اصطلاح از بین ببر، بعد هم همون لیست رو دادن به پسرش حاج پسر حاج محمد رضا پالانی و گفتن این تهمانده ها رو هم از بین ببر، بعد اون لیست رو برداشتن دادن به خمینی و گفتن ایشون نتونست کامل انجام بده، شما بیا حالا این لیست رو ادامه بده و یک از بین ببر، همون لیست ادامه اون لیست رو به افراد بعد میدن که در ترشی خواباندند، آماده طلبکار مردم ایران هستند، مدعی ایجاد دیکتاتوری و حکومت‌های نظامی و غیره اینها هستند. اگر حواسمون نباشه و اگر آگاهانه حرکت نکنیم، امکان داره که ما با این شعبده بازی ها گیر اونها بیفتیم. زنده و پیروز، در خدمت شما هستم. ممنونم. شما تو صحبتاتون اینجوری توضیح میدید که افرادی مثل روح الله زم و حتی این آقای جمشید شارمرد، اینا خودشون نفوذیای ایران هستن و بله. حالا اشکال پیش میاد اگه اینجوری باشه و هر کسی دیگران رو به اصطلاح متهم کنه که اینها سرسپرده آخوند هستن، اینا مردم به کی باید اطمینان کنن؟ ضمناً شما توی صحبتاتون گفتید که هر یک نفر به اصطلاح خودش رهبره. من فکر نمی کنم اصلا همچین چیزی امکان داشته باشه. شما هر قدم که به اصطلاح مساوات طلب باشین اینها، وقتی یه شرکتی دارید، یک بیزینسی دارید، تجارتی دارید، یه نفر معین میکنید به عنوان سوپروایزر، منیجر، سرکارگر اینها، و یک به اصطلاح نظم و ترتیبی میدید و همه اینا هم جوابگو باید باشن در مقابل نفر بالایی. مثلا توی نوشته ها وقتی اینجوری مینویسن که کمیته اعتصابات اینا، خب مردم از خودشون میپرسن اولین سوال اینه که این کمیته کیه؟ این کمیته کیه؟ بعد من نگاه میکنم ببینم به اینها اطمینان دارم یا ندارم. شما خودتون میگید ما 41 سال این کارا رو کردیم و میگید حالا تصمیم گرفتیم روشمون رو عوض کنیم. خب چه ضمانتی هست که 40 سال دیگه شما نگید 40 دوم ما اون روشی که انجام دادیم کار نکرد، حالا عمر آخوندم شده 80 سال عمر حکومتش و حالا میخوام یه کار دیگه انجام بدیم. من چیزی که فکر میکنم، یا باید بگیم برای اولین بار ما یه روش جدیدی داریم، یا باید بگیم ما میخوایم مثل فلان کشور، مثل فلان جنبش، اون وقت کتاب اونا رو بگیریم قدم به قدم دنبال کنیم. نظر شما چیه؟ بسیار عالی. ببینید، پرسش های بسیار خوبی کردید، ولی من میخوام به اصل مطلب بزنم. پاکو ببین، یک مسئله بسیار مهم و اشتباه مهم هست و اشتباه فاحشی که سازمان‌های سیاسی درون ایران کردن این بود که کلاغ بودن، اومدن راه رفتن کپ رو بیاموزن، راه رفتن خودشون هم یادشون رفت. و اینی که ایران، حتی مارکس در برنامه‌اش که می‌نویسه در رابطه با اقتصاد اینها، وقتی به مسئله آسیا برخورد می‌کنه به اون صورت توضیحات کافی رو نداره بده. و بحث من همیشه از روز اول این بوده که آقا چه، مگر ما مجبوریم نمونه برداری کنیم؟ مگر ما چه چیز ما کمتر از دیگران هست؟ یک صحبتی رو جالبی رو شما پیش کشیدید و خب صحبت خوبی هست، و البته نظر شما این هست که چرا ایجاد شبهه بشه و چرا ایجاد ابهام بشه، و اینی که اگر به اصطلاح تئوری های دیگری هست و اسم های دیگری هست، چرا ما به اونها نپیوندیم؟ بحث من این هست که مگر ایرانی چش هست که خودش نمیتونه اسم تولید کنه؟ مگر ایرانی چش هست که نمیتونه از فرهنگ خودش و به اصطلاح زندگی گذشته خودش درس عبرت بگیره و بر پای خودش بیسته و متمدنانه جلو بره و در حقیقت در این اسم ها و در ریختن برنامه ها با بقیه دنیا به اصطلاح شریک بشه؟ ما حتما بایستی بریم یک کشور 80 میلیون نفری، بایستی بریم مثلا از یک کوبای 2 میلیون نفری تقلید کنیم که چون اونها اون کار رو کردن ما هم بایستی بکنیم؟ من یادم هست در سال 1357 عده‌ای اعلام می‌کردن که آقا
به هیچ وجه امکان انقلاب در درون ایران نیست مگر که ما بریم از توی دهات دهقانا رو جمع آوری کنیم و بیاریم دور هم جمع بکنیم. حالا بحث این بود که آقا جون، البته بعضی ها مخالف این هستن، ولی حقیقتا این بود که 25% در شهر زندگی میکردن، 75% در دهات بودن، از اون 75% یه 20%ش بین ده و شهر رفت آمد میکردن، ولی در حقیقت 75% دهاتی بودن و حتی امکانات اتصال اینها به شهرها امکان نداشت و حتی خود ما مبارزین آدم نداشتیم که بریم اینها رو جمع بکنیم که بخوام بیاریم مثلا انقلاب دهقانی کنیم. بس در این است که آقا هر کشوری مشخصات و لازمه خودش رو داره و اگر ما انقدر احمق هستیم که نمیتوانیم به اصطلاح لازمه های مملکت خودمون رو بفهمیم و از اونها استفاده کنیم، بهتر از دست به انقلاب نزنیم. چون اگر خواستیم بریم یک کلاغ باشیم و راه رفتن کرک رو به اصطلاح تکرار کنیم، راه رفتن خودمون هم یادمون میره. حالا میرسیم به سر اصل مطلب. اصل مطلبی که ما اعلام میکنیم این هست، من همیشه از روز اول گفتم دشمن اصلی ما، البته ممکنه مردم بگن اشتباه میکنیم، دشمن اصلی ما، یکی از دشمنان بسیار عمده ما این اسلام هست که در عرض 300 سال گذشته به ویژه صدمات بسیار زیادی به ماها زده و اکثر مناطقی رو که ایران از دست داده به خاطر همین ها بوده و اصلا این ایده به نظر من درست نیست و اون به خودش مربوطه، نمیخوام به درازا بکشم بحث رو. ولی سازمان های سیاسی در اون ایران اتفاقا یکیش میخواست بره از روسیه کپی کنه، یکیش میخواست بره از چین کپی کنه، تا دلتون بخواد به کتابهای مارکس و انگلس و نمیدونم فلان بلان رجوع میکردن، ولی هیچ کدام حاضر نبودن حول مطالبات ملی مردم ایران و اینی که خواستهای مردم ایران چی است و فرهنگ مردم ایران چی است بشینن و صحبت کنن. حالا بگذاریم، ولی من از روز اول خودم شخصا بحثم این بوده که آقا تنها زور است که از پس زور برمیآید. چرا؟ برای اینکه من یک ریاضیدان هستم، برای اینکه من یک مهندس هستم، برای اینکه به اصطلاح میفهمم که آقا تا عملی انجام نشه عکس العملی انجام نمیگیره. من قانون نیوتن رو هم در فیزیک هم در به اصطلاح ریاضی و هم در زندگی چیز کار قرار دادم. من وقتی میرم برای ورزش میکنم و حریف سنگینتری با من به اصطلاح روبرو میشه، از نیروی همون حریف برای خودش استفاده میکنم. اینها قانون عمل و عکس العمل هست. اصل یکم هست، سه اصل هست، اصل یکمش این هست. بنابراین ما همیشه من این ایده رو داشتم، منتها اگر دقت بکنید اکثر سازمان های درون ایران همه تفسیرگر هستند، یعنی در حقیقت اون فلسفه قرآنی که اینها خوندن، آیه پشت سر آیه خوندن که آقا منظور فلانی فلان چیز بوده، منظور خدا فلان چیز، الله فلان چیز بوده، منظورش فلان چیز بوده، اینا این مسائلی هست که اینها رو گیر انداخته. دوم عدم آگاهی اینها، بی سوادی اینها و صرفا سیاست رو با جست و اینها خواستن انجام بدن. بیگانه بسیار از ما زرنگتر بوده، بیگانه بسیار از ما آگاهتر بوده. 300 سال هست که با این مسائل سیاسی در درون ساز به اصطلاح مملکت خودش طرف بوده. ما بایستی اجتماع خودمون رو بشناسیم، از اسم خودمون استفاده کنیم، اعتماد به نفس خودمون رو داشته باشیم و فراموش نکنیم که پارتی ها که در حقیقت اشکانی ها بودند، وقتی دیدن نمیتونن از پس دشمن بر بیان، حرکات پارتیزانی رو انجام دادن و در حقیقت پارتیزان از همون نام پارتی ها ایجاد شده. حالا نظر من این هست که بدون زور به هیچ جا نمیرسیم. هر کس در توان خودش از سنگ ریزی گرفته تا چکاندن ماشه. ولی یک مسئله هست، صحبتی شد، صحبت درستی است که آقا برداشت بر این هست که مثلا گاندی در هندوستان با نافرمانی مدنی رفت به اصطلاح قدرت از دست انگلیسی ها در آورد، اما پشت اون حرکاتی که در هندوستان شد و تا رسید به گاندی که 35 میلیون هندی به خاطر همین مسئله‌ای که یا صاحب حالا من رو نکش، خواهش میکنم که نمیدونم درست عمل کن، 35 میلیون هندی به دست 25 هزار سرباز انگلیسی از بین رفتن و ما نبایستی همچین چیزهایی رو بپذیریم. ما بایستی در حقیقت با درایت و هوشیاری راه نفس کشیدن این به اصطلاح عجوبه رو از پیدا کنیم، نفس گرفتن جلوی نفس کشیدنش رو بگیریم و با درایت و هوشیاری باهاش روبرو بشیم. حالا بس در اینه. شما صحبت بسیار خوبی کردی، میگید که پس ما به چه کسی بایستی اطمینان کنیم. ببینید این بحث رو من قبلا هم کردم، این بحث بسیار کلیدی هست، درست مثل تفاوت اعتراض و اعتصاب، درست مثل تئوری بدون عمل هست که هم بایستی تئوری باشه هم بایستی عمل باشه، هم بایستی درایت باشه هم بایستی عمل باشه. این خیلی بحث مهمی است. ببینید
ما اگر در بین خودمون که مطمئن هم هستم که داریم رهبران فریخته بسیاری داشته باشیم، برای گرداندن یک مملکت 80 میلیونی که بتونه با به اصطلاح تکنولوژی و علم کنونی دنیا راه بیفته، نیاز به یک چیزی نزدیک به 100 هزار دانشجو و دانشمند و پژوهشگر داریم. بنابراین رهبران ما بایستی بدونن که آقا این از عهده یک نفر خارج است، ولی آمدیم و اشتباه کردیم، آمدیم و مانند به اصطلاح زمان مشروطه انقلاب مشروطه اشتباه کردیم، آمدیم و مانند انقلاب 1357 کلا سر ما گذاشتند و آمدیم و یک نفر رو پیدا کردیم، دل بستیم و گفتیم ایشون رهبر. خب یا میرن میخرنش یا میکشنش، نفر بعدی رو میاریم یا میخرنش یا میکشنش. تا کی ما بایستی به این حرکت ادامه بدیم؟ بنابراین بحث ما در این هست. من میفهمم که شما چی میگید و اینی که هر کسی توانایی هر کاری رو نداره، ولی بحث من در این هست که ما بایستی این مسئله رو از یک سردار، از یک رهبر برداریم به خرد جمعی. خب به سرداران بسیار. آقای نیساری ببخشید، جمع بکنیم مملکت رو بگردیم. آقای نیساری شما ماشاءالله سخنور خوبی هستید، ولی دوستان هم چیزایی که می نویسن اگه بتونیم اینا رو پاسخ بدیم یکم فکر کنم مشکلاتمون حل میشه. مثلا آقای جیمی مهر می نویسه که خب همه نسخه می نویسن، شما اول برید عمل رو آغاز کنید، ما هم میاییم عمله میشیم. بعد یه دوستی نوشته تفاوت هر یک نفر خودش یه رهبر، اتفاق همشهریمون هست آقای اکبر شیرازی اکبری، ایشون قبلا هم نوشتن که شما رو خیلی دوست دارن ولی با خیلی از عقاید شما مخالف هستن. ببینید هر یک نفر یک رهبر تعریف کامل آنارشیسته. چجوری باید شما میتونید کنترل کنید کسی رو که آمده خیلی هم کارهای خوب انجام داده، ولی این اومده این کارها رو انجام داده که بعدش به هدف خودش برسه، اون وقت شما چجوری میخواین اینو کنترل کنید؟ اینی که من میگم اگه کمیته هست باید بیان بشینن قشنگ خودشون معرفی کنن، به خاطر بعضی وقتا به خاطر وجود یه شخصی دیگران بهشون میپیوندن. این چیزیه که متاسفانه توی حرکت‌ها و جنبش‌ها من ندیدم. مثلا الان یک احمق مجاهدی هست، من اینو قبلا هم بردم دادگاه، آقایی به نام بهزاد عتیقچیان، این خلبان بوده، حالا یا حقوق میگیره از مجاهدین، من به اون میگم تو حقوق میگیری از مجاهدین، اون به من میگه تو حقوق میگیری از اینا، یعنی همینجوری داریم کارهای غیرقانونی میکنیم. مطمئنم هستیم که آخونده داره به ریش دوتامون میخنده. درباره این که چه اشکالی داره ما خودمون یه چیزی رو شروع کنیم، اگه من به شما بگم امروز این دوچرخه رو که سوار میشی، این ماشینی که سوار میشی بذارید کنار، خودتون یه ماشین درست کنید، چون داریم آمریکایی‌ها میگن چرخو که دوباره نمیرن اختراع کنن. اشکالش این میشه که شما وقتی این همه چی هست چرا میخواین از اول شروع کنین صرفا به این خاطر که ما نمیخوایم کپی بزنیم؟ ضمن این که همه زندگی شما که مهندس هستین و بهش تکیه میکنید کپی از دیگران بوده. شما قبول دارید که هیچ چیزی رو خود من و شما یاد نگرفتیم، ما آموخته های دیگران رو یاد گرفتیم، اونا رو استفاده میکنیم، ازشون استفاده میبریم، یه چیزای جدید میسازیم. ما که خودمون چیزی یاد نگرفتیم. این من اشکالیه که در روش شما میبینم. ضمناً اگه شما امکان داره بعدش توی فیسبوک یه مقداری با این دوستان صحبت کنید، چون متاسفانه دیدم حتی در پاسخ نوشتن برای خود منم یا یه اینجوری میکنید که من به شوخی می‌نویسم این بیلاخ ایرانیه یا موفق باشید آمریکاییه یا غربیه، این کافی نیست. شما باید ببینید یا بنویسید برای من چیزی ننویسید من وقت جواب ندارم، یا بنویسید اگه چیزی می‌نویسید من وقت جواب ندارم، چون من تا اینو بخونم برای شما چیزی نمی‌نویسم. ولی بشینید اونجا ببخشید اینو میگم، میشین مثل آخوندا فقط میگید، سخنم خیلی قشنگ میگید، من شما نیم ساعت یک ساعت اگر شما وقت داشته باشه قشنگ صحبت میکنید، توی صحبتاتم هیچ اشکال نیست، تو صحبتاتون ببخشید، به عمل که میرسه من گیج میشم. شما خودتون آگهی میدید بیا جلو سفارت چین، شما بعد میگید که جاهایی که میگن کجا و کی نریم، من میگم مثل فکر کنم با دو نفر یکی اومده مثلا اکانت شما رو هک کرده، حالا شما جواب اینه که میگه خب شما خودتون اول به اصطلاح راه بیفتید
که البته ببخشید من اینو میگم، من فکر کنم شما وقتی میگید هر یک نفر یک رهبر، یعنی من اهل رفتن جلو نیستم، شماها برید. این ببخشید حرفی که رضا پهلوی میزنه. بفرمایید. ببینید ببین کاکو، شما به درستی میدونید که ما اگر قرار بود کنار رو بود بشینیم بگیم بودش کن، خودمون وارد عمل نمی‌شدیم. ضمناً وقتی شما اگر برید در عرض دو سه هفته گذشته حرکت ما رو در نگاه کنید در داخل ایران، حالا توی چه توی اینستاگرام چه توی تلگرام، چیزهایی که در حقیقت ایرانی‌ها بهش دسترسی دارن، نگاه کنید همش فعالیت هست و این نیست که ما کنار بنشینیم، ما در حقیقت در ارتباط هستیم. آخه ببینید آقای نیساری، شما میگید حرکت ما، مجاهدان میگه حرکت ما، همین شاهمردی گرفتن میگه حرکت ما. برای که اجازه بدید برای که من مخصوصا ازتون پرسیدم خب چرا اینا رو از قبل اعلام نمی کنید، شما میگید ما اگه از قبل اعلام کنید خب اونا میفهمن. ای بابا ما میخوایم بفهمن. نه نه نه، همچین نه، همچین چیزی نیست. ببینید شما یک سال از من کردید که چه پس کی این کار رو کردید، گفتم ما دو روز برنامه ریختیم بعد از دو روز شروع کردیم. ولی مسئله این است آیه سوری، ببینید این رو روشن میکنم، هیچ کسی در ایران در حال حاضر، هیچ سازمانی در درون ایران نیست که به تنهایی بتونه این رژیم رو شکست بده. من باشم، پدر من باشه، ابرجد من باشه، هر کسی که میخواد باشه. بنابراین نه من نه بزرگتر از من نمیتونه ادعا کنه که در حقیقت کسی هست که میخواد بره رژیم ایران رو شکست بده. این برای انداختن این رژیم ما مردم بایستی دست به دست هم بدیم. رامدن جلوی سفارت چین یک چیز هست، اما رفتن در خیابان و ضربه زدن به این رژیم یک چیز دیگر است. اگر اومدن جلوی سفارت چین و اعتراض کردن که آقای چین چرا این کار رو میکنید، یک مسئله مسالمت آمیز هست، اومدن ابراز اعتراض کردن. ولی ما به اینها نگفتیم بسنده کنید به اعتراض ها. ما در رابطه با چین گفتیم بیاد اعتراض کنید، مردم هم رفتن و اتفاقا سفارت چین درش هم بسته شد، خیابان های اطرافش هم بستن. حالا کاری نداریم. ولی اعتراضات رو ادامه دادیم. بسیاری از سازمان ها به این اعتراضات پیوستن. اون کمیته عملیات اعتراضات اسم داره، اسامی به اصطلاح کارخانه ها و کارگاهی که درش هست درش نوشته. اگر منظور شما این هست که ما بیایم اسم اینها رو به اصطلاح رهبریت اینها رو تک تک بنویسیم بعد اصلا نسخه کنیم به سفارت جمهوری اسلامی و بگیم آقا جون تو هر کارخونه که رفتی با آقای فلانی تماس بگیر، ایشون رهبریت فلان داره، نه. ولی همینی که نه تنها ما بلکه سازمان های دیگری نشون میدن و ویدیوها رو میذارن در درون به اصطلاح فیسبوک و اینستاگرام و جاهای دیگه که کارگران کارخانه‌های مختلف دارن میان بیرون و به اعتصاب پیوستن، این خودش گویای حرکت است. این مسئله. حالا آقای اکبری صحبت جالبی کردن، میگن علارغمی که من رو دوست دارن با من مخالفت دارن. بحث من هم در همین هست. ما ایرانی ها بایستی بپذیریم، بایستی بپذیریم که همه یک حرف نیستیم، همه یک ایده نیستیم، همه خواهان یک چیز نیستیم، هر کدام مطالبات گوناگونی داریم. ولی من مطمئن هستم که آقای اکبری منظورش این نیست که ما ایران رو شق شقی کنیم و به اجنبی بدیم. بنابراین امیدوارم نباشه همچین چیزی، اگه باشه که اصلا من باشه کاری ندارم. بنابراین در رابطه با مطالبات ملی که ما به هم بحثی نداریم، در رابطه با اینکه آقا جون حق و حقوق مردم هر قوم هر گوشه ایران که هستن بایستی از حقوق با مساوی برخوردار باشن، ما بحثی نداریم. اما در بسیاری مسائل دیگر که جانبی هست و جنبی هست و ثانوی ممکنه باشه، ممکنه ما اختلاف عقیده داشته باشیم، ایرادی نیست. من بحثم در این هست که در سازمان ها و ایده هایی که آقای اکبری به اصطلاح نمایندش هستن، در سازمان هایی که من نمایندش هستم، در سازمانی که آقای صوفی شما نمایندش هستی، یا ما بایستی گرد هم بیایم حول مطالبات ملی و بشینیم این گردانندگی ایران آینده رو دست بگیریم. اینطور نیست که مردم فکر کنن که آقا جون من برم در داخل ایران شروع کنم به تفنگچی گری در وردن، این رژیم رو بندازم اونها بیان جلو. تا جلو نیان، تا همه جلو نیایم، هیچ حرکتی انجام نمیشه. این به اصطلاح سنگی است که تمام کشورهای بیگانه، مثال برای شما میزنم، مسئله چین پیش اومد از درست دو هفته پیش، اگه یادتون باشه سه هفته پیش چهار هفته پیش من برنامه داشتم توی برنامه شما و میگفتم که ببینید چقدر کار به کجا کشیده که دولت حکومتی که سالانه 800 میلیارد دلار درآمد داشت به دریوزگی و گدایی برای 5 میلیارد دلار رفته جلو. ولی به محض اینکه کشورهای بیگانه اجنبی دیدن که آقا در عرض دو سه هفته گذشته، و من این بحثم این نیست که ما کردیم، بحث من این هست که
واقعا سازمان های دیگر، واقعا خود مردم اومدن و مایه گذاشتن، ما نوکرشون پشت سرشون هستیم و باهاشون هستیم، اومدن و مایه گذاشتن، یک دفعه تقریبا توق خورده، به اضافه این مسئله بیروت پیش اومده و همون کشورهایی که میگفتن به ایران یک قرون نمیدیم، حالا اومدن 50 میلیارد دلار میخوان بهش بدن که سرپا نگرش دارن. چرا؟ برای اینکه اگر از بین رفت، من هم سالبن میشینیم جلو بلژیک، جلو فرانسه، جلو انگلیس، میگیم شما غلط کردید وقتی این داشتن ایرانی ها رو به دار میکشیدن و میکشتن و ما دادی بیدا و از لابه میکردیم و شما میگفتید خیر خبری در ایران نیست. برای این، برای اجنبی ها باعث این رژیم رو سرپا نگه دارن. حالا بحثی که شما میکنید درست است، هر کسی میتونه بیاد ادعا کنه. بس و بعد من با مردم ایران این هست، هموطنان گرامی، شما نباید حتی به من و من به پدرم و به هر کسی دیگری من اعتماد نمی کنم. من اعتمادم به این هست که خواسته های مطالبات ملی مردمی من چی هست. هر کسی که اونها رو اعلام کرد و برای اونها مبارزه کرد، من پشتش هستم. اگر نکرد، زیر کاسش نیم کاسه‌ای هست. بنابراین من بحثم در این هست که آقا نیازی نیست که ما بیان بگیم آقا آقای فرود فولادوند یا آقای نمیدونم مصدق یا نمیدونم سلطنت طلبه ها یا هر کسی دیگری ایشون وضعش درست است یا غلط است. آیا ایشون برای خواسته ها و به اصطلاح آینده مردم ایران و برای اینکه ما بچه های ما رو به سرنوشت درستی برسونه الان داره عمل میکنه نمیکنه، صحبتاش چیه؟ به اونها گوش فرا بدید و حول اونها با عقل و درایت دور هم جمع بشید. بحث من این است، بحث من این نیست که آقا همه بایستی بیاد هم فکر من بشید. بسیار ممنونم، امیدوارم ما بتونیم یه برنامه‌ای رو راه بندازیم که به صورت میتینگ یا دوستان هم بتونن با اسکایپ یا با فیسبوک اینا خودشون تماس بگیرن با شما صحبتی داشته باشن. خیلی ممنون که با ما بودید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. من استوربی اگه اجازه بدید من یک دقیقه صحبت دیگه بکنم با اجازه وقتتون رو میگیرم. این صحبتی که شما کردید بسیار عالی هست و اگر دقت کرده باشید ما در عرض چند دو سه ماه گذشته تلاش کردیم که رهبران سازمان‌های دیگر رو به فشار هم که شده دور میز بیاریم. اونها هم مدعی هستند که آقا رهبران سازمان های دیگه باعث بیان دور میز بیان. اگر در این راه بتونید کاری کنید، کمکی کنید که اونها رو به دور میز بکشیم، من صحبتم این نیست که هر نن من قمری که به اصطلاح میخواد خراب کاری کنه بیاریم جلو، ولی کسانی که مدعی هستند و پشت سرشون ادعی ایستادن اونها رو بیاریم دور میز و این مسئله دموکراسی و صحبت های روبرو رو قشنگ بتونیم با احترام تحلیل کنیم، کار بسیار ارزنده ای کردیم. ممنونم از شما، خیلی ممنون که با ما بودید. زنده و پیروز، زنده و پیروز. مرسی. خب دوستان عزیز، من صفحه فیسبوک آقای نیساری رو یه بار دیگه به شما نشون میدم، همین فرزاد نیساری. متاسفانه وقتی عکس میگیریم از اینا بعدن اون نوشته بالا درست معلوم نیست، ولی اینجا معلومه بغل عکسشون نوشته فرزاد نیساری. اسم و فامیل ایشون هم یه جوریه که شما اگه بخوای اشتباه هم بنویسی نمیتونی. صحبت ها خیلی زیاده، به قول معروف میگه که گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. من سالها پیش وقتی که یه چهارشنبه سوری اتفاقی میافتاد، اتفاقی که نه مردم میمدن بیرون، بعد این همه گروه ها اینجا میگفتن که به گفته ما اومدن بیرون، میگفتم خب یکیتون به جای روز 13 به در میگید مردم اومدن، 14 به در، 15 به در، 16 به در بگید بیان بیرون ببینید چند نفرن. ولی این که بشینیم وقتی اتفاقی میفته فیلم ها و ویدیوها رو ما پخش کنیم و فکر کنیم، شاید واقعا این دوستان فکر میکنن که مردم، آقا تماس بگیرید قبلش، و اگر شما نمیتونید با مردم اطمینان کنید، گفتم بهتون یه آقای بلند شده بود از کانادا، یه کیف سامسونت هم که احتمالاً شورت و جوراب و مسواک شینا توش بود گرفته بود دستش، تلق تلق آمده بود اینجا تلویزیون E2 به نام آقای فردوسی، اونایی که میشناسن اینجا ببینن که این دیدن یا نه تو اون تلویزیونای ماهواره‌ای قدیم، و میگفت که من میخوام ارتش را بندازم. یه هفته ای گذشت، گفتیم خب آقا این ارتش یه اسمی، یه معنی، یه مفهومی داره، ارتش چیه؟ بعد این گفت که مال ما سالویشن آرمیه. اینجا رو میگفت سالویشن آرمی، این اصلا نمیفهمید این سالویشن آرمی، اصلا کلمه سالویشن اینا برید نگاه کنید ببینید معنیش چیه، اصلا کاری به ارتش نداره. بعد
یکی میگه خب شما برنامه چی؟ میگه آقا من که نمیتونم اینجا چند نفر نشستن بگم. وقت شما میفهمید، آخوندم میفهمه، ولی شما به من زنگ بزن، من میام منزلتون یا دفتر کار براتون توضیح میدم. اصلا من نشسته بودم بیرون با این امید امیدوار و اون آقای بهکام اینا، گفتم تو رو خدا نگاه کنید، این احمق نشسته اونجا زیر این چراغا و نور و اینا، ما سه چهار تا نشستیم اینجا داریم به ریشش میخندیم. خب اونی که نشسته تو خونه میگه تو به من میگی من نمیتونم بهت بگم، خیلی محرمانه، ولی به من زنگ بزن میام خونت، یعنی حتی جون خودتم به خطر میندازی میری اونجا. چرا؟ چون میدونست که اگه کسی زنگ بزنه اینا معیار اطمینانشون. الحمدلله من جایی نمیبینم تو زندگی آقای نیساری که نیاز مالی داشته باشه. اونا چون نیاز مالی داشتن این بود که آقا شما یه پولی به من بده تا من بهت اطمینان کنم. خب آقا اونی که میخواد بزنه پدرت در بیاره بهت پول میده. برید مصاحبه من با آقای ستار دلدار رو ببینید در رابطه با شایان کاویانی. آقا طرف بچه خرامه شیراز، فرهاد پارسی، فرهاد لور، به من زنگ زد، مثل همین آقای نیساری که با هم خوشو بش میکنیم راجع به نون آلوی دم سینما دم کلی صحبت میکنیم و فلان اینا. شما اگه کسی شیرازی نباشه بگی سینما دم کلی نمیفهمه، چون سینما مهتاب بود، فقط چون دم کل مشیر بود بهش گفتن سینما دم کلی. خیلی با من قشنگ صحبت میکرد و اینا، بعد میگفت من پول میدم، پولم میفرستاد، پولای خوبی هم میفرستاد اینجا که آقا بلند شو بیا سوئیس، من لامبورگینی دارم نمیدونم. گفتم آقا من تو ایران ژیان داشتم، بعد که بنزین و اینا شد با دوچرخه میرفتم، دبیری بودم که با دوچرخه میرفتم درس میدادم، تو داری لامبورگینی رو به رخ من میکشی، من تو لامبورگینی بشینم بیام بیرون 100 تا فوش به سازندش میدم. یه دفعه دوستمون یه پورش داشت، یه ولوو قدیمی تو فوردی، به من گفت هر کدوم از اینا رو میخوای ببر. گفتم من اون ولوو رو میبرم. گفت این دنده‌ایه. گفتم دیگه بهتر یاد ایران میافتم، فورد تو فوردی دنده‌ای. گفت چرا سوار پورش نمیشی؟ گفتم این اسمش فوش بوده، اشتباهی گفتنش پورش، که تو آلمان اینا میگن پورشه. میخوای بشینی پایین و بیای بالا 100 تا فوش به خودت میدی، تو هر دست اندازه میافتی چی میکنی؟ عزیز من باید مثلا شما بگی هیئت امنا، چرا میگن هیئت امنا، چرا میگن بورد آف دایرکتور، چرا یه کورپوریشن میاد به یه نفر پول میده سالیانه که فقط اسمش ماجیک جکسون، نمیدونم مایکل جکسون، فلانی بیاد اسمش جزء هیئت امنا باشه، میدونن این اصلا وقت نداره کار کنه، بلد نیست کار کنه، میخوان از اعتبارش استفاده کنن. من میگم اونی هم که اعتبار پیدا کرده 4 نفر 400 نفر 40,000 نفر میتونن بهش اطمینان کنن، اونم میره قایم میشه. بعد شما میگید ما بگیم که فلان رئیس کارخونه است بیاین اونجا، آقا اون رئیسی که داره داد میزنه فریاد میزنه میگیرن میفسنش اینجا، آقای منصور استانلو، او که نگرانی نداره، آقای نمیدونم رئیس دانا تا روزی که زنده بود تا روز آخرش حرف میزد ایران، آقای کوروش زعیم از ایران حرف میزنه. بعد شماها خود سانسوری میکنید برای کسانی که خودشون توی میدون هستن، بیرون هستن. و به نظر من تا زمانی که شما بگید که ما اینو پخش نمی کنیم که اونا نفهمند، اولا به خودتون گو دروغ میگید، یک، یعنی شما واقعا فکر میکنید که این هکرای امام زمان و سربازان گمنام الان نمیدونن تو کامپیوتر من چه خبره؟ وقتی که طرف میاد یه دفعه حساب بانکی یه نفر خالی میکنه، وقت اینا نمیدونن که الان شما مثلا برای آقای آپتین چی نوشتی، آقای آپتین برای اون آقای فلانی چی نوشته. همین 5-6 تا 10 تا 20 تایی رو که میبینید و بین هم اطمینان حاصل کردید، چند درصد میتونید اطمینان کنید به هم؟ اگر برای اونا مینویسید، آقا برای همه بنویسید، تا فردا وقتی اومدن اگه مجاهد گفت ما بودیم، به این آقای بیژن بهزاد عتیقچیان بگیم خفه شو احمق، ببین هیچ کس نمیاد برای مجاهدین، چون مجاهدین خائن شناخته شدن. ولی اینکه یه اتفاقی که میفته همه میگن، هم آقای شارمر هم با این بند رفت تو چا، گفت چی؟ گفت حسینیه نمیدونم شیراز رو چیز کردن، فرداش اومد گفت بله ما مواد منفجره هم بهشون دادیم، حالا همون ویدیو رو بر علیه خودش استفاده میکنه. خدایی نکرده پس فردا اتفاقی افتاد،
همینه که شما میگید ما تظاهرات و راهپیمایی جلو سفارت چین معمولی بوده، گفتیم کجا بیان فلان ولی دیگران نبوده، همین استفاده میکنن. میگن پس شما قبول دارین که شما دو نوع حرکت داشتین، یک نافرمانی مدنی به صورت اعتراضات میمدین تو خیابون، یک شب اعتصابات. آقا هفت تپه، این شرکت هفت تپه و اینها سودش رو خوردن و بردن اون موقعی که آقای احمدی نژاد و اینها بشکه های نفت بالای 100 دلار بود، بعدن که قیمت ها آمد پایین اینا میخواستن بدن دست یکی، از شر همین کارگرا راحت بشن. چرا از شر کارگرا؟ اگه یه جایی روزی 5 میلیون بشکه تولید میکنه، بعد تولیدش میاد میرسه 800 هزار تا، یعنی الان یه سری کارگر بیکار داره. اگه این توی 5 میلیون تولید نمیتونسته حقوق کارگر بیکار بده، کارگر با کار بده، حالا امروز با 800 هزار بشکه میتونه پول کارگری که کار میکنه و کارگری که بیکاره بده؟ خب نمیده، نمیخونه. شما حالا هر چی میخوای قانون فیزیک و شیمی و ریاضی رو بیا، آقا دو دو تا اگه آدم درستی باشه میشه 4 تا. مگر آخوندا بگه، اینجا میگن، میگن یه نفر رفت دم مغازه بازار، اینجا استفاده میکنن میگن کلیمی، ولی رفت دم بازار گو آقا دو دو تا چند تا میشه، گو بگو ببینم به هم بدهکاری یا طلبکاری، بر اساس بدهکاری یا میخوای به هم بدی یا میخوای بسونی، فرق میکنه. در صورت که آقا دو دو تا همش 4 تاست، همیشه 4 تاست. بله خب آقای اکبری هم اسمش عوض کرده، گذاشته شیرازی، اینجا انگار فکر کرده که مثلا ما نمیفهمیم از لهجهش و اینها. یکی پرسیده بود، سعید پرسیده بود که اینایی که اهل ساری هستن بهشون میگن چی؟ منم نمیدونستم تا اینکه یه تعداد زیادی دوست ساری داریم بهشون میگن ساروی، اهل ساری. Take it easy for today. Reply to اکبر. آکه. میگه پس ما بریم جلو هموار کنیم بعد شما تشریف میارید. ببینید این سواله. اونی که میگه آقا شما برو جلو تا من پشت سرت بیام، وقتی شما بهش میگی که نه من نمیرم شما برو، میگه پس شما انتظار داری ما... این میشه رضا پهلوی. رضا پهلوی میگه برو بگی سرش رو ببر پرپیتش کن بپزش بیارش من میخورمش. آقا موقع خوردن که همه حاضرن، این رفتن و گرفتن و پختن و ایناش مشکلی که تا امروز من ندیدم. مردی که احمق حقا میاد میگه که من فلان روز میرم، بعد میگیم چی شد؟ میگه نه به من تماس گرفتن گفتن خطرناکه. میگم یعنی شما خودت نمیدونستی خطرناکه؟ یعنی اینقدر احمقی که آقای رضا فاضلی باید بیاد به تو بگه خطرناکه؟ بعد جوک میسازن براش تو ایران، میگه قرار شده 32 مهر بیاد ایران، ولی همون جوک باعث شد یه سری جوون رو دم دانشگاه بگیرن. بعد من خوشحال رفته بود شیرینی خریده بود آورده بود که حالا حقا از میاد با هواپیما میشینه میدون شهیاد. حالا ببین نادانی تا چه حد. هواپیمای مهرآبادی که یک کنکورد شکست، نشست همه شیشه ها شکست، این میخواست 50 هواپیما ببره میدون شهیاد بیاد فرود، ولی اون جوونه رو گرفتن. حالا دیگه کی ازش خبر داره؟ هیچی. اینم از این. و اما بله بیکام سپورته. بذارید من پیام آقای این دوستمون آقای ربکا خمرباف یه نامه رو برای من فرستاد، بعد گفت این نامه رو نشون بده، من نشون ندادم. بعد پیام گذاشتن گفتن آقا اون نامه رو من فرستادم که نشون بدی، چون نشون میداد که ساواک چجوری حتی جلوه به اصطلاح آدم های فعال و کار درست کن و اینها رو هم میگرفته. بعد دیدم خب تو اون شما اسم اصلیتو نوشتید، حتی نوشتید وقتی که من اینو نوشتم اون موقع فقط 3 تا بچه داشتم، به خاطر همین اسم چهارمی رو ننوشتم. ببینید خب فلان شاعر آقای نمیدونم ابتهاج شاعر میاد یه اسم برای خودش میم سایم اسکه هست، یا اون اخوان سالس یه اسم برای خودش انتخاب میکنه، ولی من دلیلی نمیبینم ما مردم عادی هی برای خودمون یه اسمای ببخشید اینو میگم ها، یه جوری شده بود طرف یه برنامه را میندازه آقا شما بیا به من پول بده ولی اسم خودت نگو، اسم مستعارتو بگو، که مسخرش میکردن میگفتن اسم مسترا، اسم مستعار و فلان اینا. ببخشید من اینجوری رک صحبت میکنم، چون شما بوشهری هستی منم شیرازی هستم، ما همینجوری لوری با هم صحبت کنیم بهتره. بعد از اون برنامه مینویسید اسم و فامیل و اینا، من گیج میشم. آقا من آدم ساده ای هستم آقای بهرامی،
آقای ربکا خمرباف، منو گیج نکنید، ساده بنویسید. فکر کنید برای یه بچه 6 ساله بنویسید، این کارو بکن، این کارو نکن. حالا ایشون آمده یه پیامی گذاشته، پیام من پخش میکنم، ولی من متوجه شعر نشدم. این یه دقیقه گوشی داشته باشیم، چون قبلا یه پیام برای خودم خصوصی گذاشته بودن، اونو پخش نمیکنم. ولی این خیلی ممنون که قشنگ توضیح میدن. ببین کار خوب بکنی، میگم خوبه، قشنگ توضیح میدن، میگن این پیام برای خودته، برای دیگران نیست. یه پیام دیگه میگن این برای همه است، لازم نیست برای همه رو بگید. اونی که برای خودمه بگید برای خودته، من پخش نمیکنم. ولی اونی که برای همه است لازم نیست بگید، اب نداره بگید. حالا گوش کن. با درود و ادب و سپاس، ربکا خمرباف از بندر بوشهر. آقای سربی، کتاب خواندن شما برایم کدای مانی شد. چرا شکست نفسی میفرمایید؟ کتاب های موروثی خود را در پشتک و در میادین ورزشی دلقک شدیم و نامش تشویق گذاشتیم. کتاب های موروثی خود را در پشتک و در میادین ورزشی با مشت و لگد به جان هم افتادیم و نامش ورزش گذاشتیم. کتاب های موروثی خود را در پشتک و بی گناهان را گناهکار و گناهکاران را بی گناه و نامش عدالت گذاشتی. کتاب های موروثی خود را زیر پا و ساحت دیواری من را کوک کردیم و نامش وقت شناسی گذاشتی. کتاب های موروثی خود را روی سر و در سرسرا راه رفتیم و نامش فیزیوتراپی گذاشتیم. از چتر و چیزهای دیگر هم می شود استفاده کرد. با سپاس مجدد. بسیار ممنونم. منظورتون از پشتک یه جایی که مثلا قایم میکنن چیزا رو؟ چون ما توی ایران یه اتاقی بود بهش گفتن پستو، و چی میگن، حالا خدایی هست از ما بگذره، بیچاره مادر ما یه سری وسائل میدونید، یه سری چینی بود، یه سری بلور بود، اینا رو چیده بود از بس که جا نبود، و ما بچه ها 4 تا پسر همش کشتی و تو سر هم میزدیم و اینا. این دختر و زن خونه ها رو آروم میکنه، وقتی همه مردن وحشی هست. خلاصه ما میرفتیم بعضی وقتا بازی کنیم، از دست اون یکی در میرفتیم، پسرم من بود پسرمون بود، میرفتیم یه دفعه بالا دست میذاشتیم، این بشقابای بلور تق 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 میشکست. حالا دیگه تا هر چی وزنمون بود و صدا اونم در نیومد. بله، میگن که آره، من متوجه نمیشم، این که من و کتاب و تدائی اینو میفهمم، و شاید من تنها ایرانی باشم که میام قشنگ میگم که متاسفانه کتاب خوندن راه و روش چیزی نبوده، مرسومی تو ایران نبوده. بابای من که همش اخبار گوش میداد، تا بعد این داداش ما رفته بود یه رادیویی خریده بود که موج کوتاه و اینها داشت، این موجای عربی رو شعرهای ام کلثوم و اینا رو میگرفت. در صورت این تقصیر، اونا رو هم شما نمیتونی بگی تقصیر کارن. بنده اگه کتاب خون نیستم تقصیر بابام نیست. خیلی هم هستن که پسر عموم، باباشم خیلی که اهل کتاب نبود، ولی تو خیابون داشتیم میرفتیم. اولا این مثلا کیهان بچه ها رو با چهارشنبه بود، کی بود، حتما بره بخره، که ما اصلا میگفتیم 5000 داری میدی مجله میخریم، فردا یکی میندازه این برو میشنس میخوندش، بعد راه میافتاد. این شاید باید تو ذات آدم باشه. خیلی ممنون دوستان. من یه گله ای دارم، الان 3 دقیقه بیشتر نمونده به اینکه ما بریم با آقای لادن باشیم. یه مقاله خوبی باز نوشتن، ایران سرزمین عجایب، و گله من اینه که ما چند مدت پیش دیگه بعد از اینکه کامپیوترامون کهنه شد، دوربینمون کهنه و اینا هست، گفتیم یه تکونی به خودمون بدیم. و خیلی جالبه که روی فیسبوک برای 17000 نفر، 12000 تا روی مردم تیوی، 5000 تا روی این نوشتیم که آقا ما دروغ هم نمیگیم، بگیم ما میخوایم سیستم CNN بذاریم اینجا، 70000 دلار لازم داریم. نوشتیم 700 دلار لازم داریم، و باورتون میشه
یکی علامت اینجوری میده، یکی نمیدونم میزنه خوشم میاد، یکی عشقه، ولی یک دلار حتی هیچ کس کمک نکرد. و اونایی که بهتون میگم مثل شهرام و همایون میان هی میگه این صندوق پر شد اون صندوق پر شد، یا هنر پول گرفتن از مردم رو دارن یا دروغ میگن. خب این که نمیشه ما هر روز بیایم اینجا بگیم آقا دیگه این روز ننوشتم، آدم از خودش خجالت میکشه که هی بنویسیم تلویزیون مردم به حمایت شما نیاز دارد و هیچ کس یه برنامه رو نگاه نکنه بیاد 10 دلار، 15 دلار، 100 دلار، 1000 دلار. آقا این همه ایرانیایی که دوستدار برنامه ما بودن مردن، یکیشون یکی زنگ نزده بچش بگه آقای سربی اسم تلویزیون شما رو نوشتن جزو چیزا. اینجا یه تیمساری بود مرده بود، جز ارث میراث نمیدونم چی حخار گذاشته بود، اومد بچه‌هاش با هم دعواشون شد، این آقای ابوالقاسم صمدیان مرد، بنده خدا پسرش زنگ زد با ما صحبت کرد، ما گفتیم آره اینجوری بوده، ولی این بنده خدا پولی هم نداشت، اون آخریا همش میگفت تلویزیون‌های شاه الله اینا، خلاصه اونم مرد رفت. اونم هر روز من میگه آی سر من بلیت میخرم، بلیتم برنده بشه حتما از شما قاسم میگم، شما اگه بلیتت برنده شد اصلا کل تلویزیون ایرانی ها رو از یاد میبری. بگذاریم، منم میخوام اسمم را به سام شیرازی سم شیرازی تبدیل کنم. اون سم آیم خیلی قشنگ، یا آیم سم اون خیلی قشنگه، پس اسمم را عوض نمی کنم. هر جوری دوست داری، نه مهم نیست. و اینو به خاطر تلویزیون مردم درست کردم، بلاک تموم بشه برمیگردم. آهان آقای نه میتونی بذاری اکبر اکبری 2، اتفاقا اینجوری میفهمین، بعد اکبر اکبری 3، 3 تا آی بنویس بغل هم یا 3 بنویس، اونا رو نمیتونن جلوشو بگیرن. و بهت بگم این بریم سراغ آقای لادن، این پدر سوخته فیسبوک عمدن این کارو میکنه، هر کدوم از ما 10-12 تا اکانت این بر اون بر داریم. آقای امیر حسین لادن بنویسیم اینجا اندیشکده، بله اندیشکده 14 روز قبل، آره این تو من ببینم میفهمم که به اسم درستی تماس گرفتم. دوستان عزیز سلام میکنم به آقای امیرحسین لادن، بهشون خوش آمد میگم و همونجوری که بهتون گفتم ایشون مقاله ای نوشتن به نام ایران سرزمین عجایب. ممنونم که با ما هستن و اگر اجازه بدن ما چند تا سوال از ایشون بپرسیم. اگه شما هم سوالی دارید در این مورد در فیسبوک بنویسید یا بعد با صفحه خود ایشون تماس بگیرید و به اصطلاح بتونیم با هم گفت و شنودی داشته باشیم. آقای لادن خیلی ممنون که با ما هستید. درود بر شما جناب سربی، درود بر بینندگان تلویزیون مردم و همیهنانمون. منم خوشحالم که فرصتی داریم با هم گفتگوی داشته باشیم. خیلی ممنون آقای لادن. در این داستان آلیس در سرزمین عجایب معروفه که این خانم آلیسون یا آلیس از گربه میپرسه که روی درخت بوده، من از کدوم راه برم؟ گربه میپرسه، این خیلی جالبه، من باور کنید اینو 5 بار صبح تا حالا خوندم. گربه میپرسه کجا میخوای بری؟ آلیس پاسخ میده نمیدونم. گربه نگاهی به آلیس میکنه و میگه بنابراین فرقی نمیکنه که کدام راه را انتخاب کنی. آیا ما ایرانیان مانند آلیس نمیدونیم کجا میخوایم بریم؟ بنابراین همانطور که گربه گفت فرق نمیکنه که کدام راه را انتخاب کنی. حالا سوال این هست، آیا شما در این مورد فکر کرده اید؟ میدانید کجا میخواهید بروید؟ این یه سوال عمومی است. ضمناً من فکر کنم ما ایرانی ها میدونیم کجا نمیخواییم بریم ولی نمیدونیم کجا میخواییم. بفرمایید. منم مانند شما از این گفتگوی گربه و آلیس خیلی لذت بردم و جالبه. واقعیت اینه که عده زیادی از ما معنی این جمله کجا میخوای بری رو سطحی نگاه میکنیم، یعنی فکر میکنیم که منظور از کجا
یک جای دیگره، یک کشور دیگره، یعنی تغییر مکان، خروج از ایران. خب می‌دونیم که اکثریت بزرگی از این 82 میلیون ایرانی از جمهوری اسلامی ناراضی هستند. حداقل نیمی از هممیهنانمون دنبال رهایی و نجات هستن، ولی این رهایی فقط رهایی خودشونه. همونطور هم که شنیدیم و خوندیم، بیشتر از 7 میلیون ایرانی از میهن خارج شدن، کشور رو ترک کردن. حالا احیانا اگر پس از گفتگومون کسی پرسید خب شما اینجا چیکار میکنی، با کمال میل پاسخ میدم. و اما ما چنانچه بتونیم این رهایی خودمونو در چارچوب نجات میهنمون ببینیم، هم به پرسش گربه میتونیم بگیم که رسیدیم، و همین که گام نخست رو برداشتیم. باید اقرار کرد که تو فرهنگ سنتی مذهبیمون دنبال منافع شخصی یا به قول خودمون جل خودمون رو از آب کشیدن یه پدیده طبیعیه، و اینم که حکومت هر نوع اعتراض مدنی رو به شدت سرکوب میکنه و زندان و اعدام معترضین شده قوز بالا قوز. اینکه عده‌ای ناامید و تسلیم شدن کاملا قابل درکه. در ضمن دنبال رهایی خود به جای نجات میهن بودن یه غریزه طبیعیه، یعنی انسان نه معصومه نه فرشته، اولین واکنشش رهایی و نجات خودشه. نمیدونم همه خاطرشون هست، در یک سانحه دریایی یک کشتی ایتالیایی میشینه به گل و وارونه میشه و در حدود 5 نفر کشته میشن، 15 نفر مفقود میشن. کسایی که نجات پیدا میکنن کسانی بودن که شنا میکنن و میرسن به ساحل. توی یک سانحه دریایی وظیفه ناخدا در درجه اول و بعد خدمه کشتی در درجه نخست نجات مسافرانه. تو این ماجرا اولین کسی که از کشتی فرار میکنه ناخدا فرانچسکو شنیتو. سپاسگزارم. بله دیدم اون کشتی تفریحی بود که اتفاقا موقعی هم این کشتی اینجور شده بود که این بنده خدا داشته با یه نفر صحبت میکرده و اینها، بعدم البته گرفتنش و الان هم فکر کنم زندان باشه. خب حالا بر اساس این صحبتهای شما که بتوانیم رهایی خودمون رو در چارچوب نجات میهنمون ببینیم چه باید کرد، و اونی هم که گفتید به نظر من یه چیز ذاتیه که اول بشر به فکر خودش باید باشه. ای کاش یه چیزی را بندازن مثل تو هواپیما که میگه اول خودتون رو ماسک اکسیژن بزنید بعدن چیز، برای میهنم این باشه. و فکر کنم اینجوری باشه، اگه ما از خونمون نگهداری کنیم، از کوچه‌مون نگهداری کنیم، شهرمون، بعد کشور و میهن یکی یکی اینجوری میاد. بفرمایید. براو، حتما منم فکر کنم همینطور باید باشه. این که کجا میخوایم بریم، یعنی مقصد و هدفمون چیه، به کجا میخوایم برسیم. یعنی از دید من مشکل بعدی که چند تا مشکل میخوام با هم مرور کنیم، مشکل بعدی اینه که هممیهنان گمراهی هستن که نجات خودشونو از بیگانه میخوان و طرفدار دخالت آمریکا حتی اسرائیل، و هیچ درس و عبرتی از دخالت روسیه تزاری و انگلیس که سالهای سال میهنمون رو تو چنگال پرزور و چپاولگرشون داشتن و مثل زالو خوناشامی میکردن نگرفتن، درسی نگرفتن، عبرتی نگرفتن. نمیدونن که یا توجه نکردن که میهنمون نزدیک به 2 قرن تا اواسط قرن بیستم زیر نفوذ و کنترل ابرقدرت‌های خارجی بود، یا نمیدونن که بیگانگان تنها به دنبال منافع خودشونن.
این پدیده شرم‌آور واقعا سر درازی داره. نخستین باری نیستش که ما ایرانی‌ها برای نجات خودمون به بیگانگان روی نمیاریم. در سالهای آغازین پیدایش اسلام عربان قصد حمله و تصرف ایران رو داشتن. سعد وقاص مدتی تو تلاش میکرد که به مدائن وارد بشه و دستیابی پیدا کنه و قادر نمیتونست به شهر نزدیک بشه و داشت منصرف میشد، میخواست برگرده. عده ای از ایرانی ها میرن باهاش گفتگو میکنن، میگن بیا ما بهت نشون میدیم چجوری بیا تو. چرا؟ این درست همون زمانیه که مثل امروز عده زیادی از ایرانی ها برای رهایی از جور و ستم حکومت و فساد موبدان ایران رو ترک کردن و یه عده هم رهایی خودشونو برای رهایی خودشون میخوان دشمن بیاد و اجنبی بیاد اینا رو سرنگون کن. 400 سال پیش میخوام مثال دوم رو نگاه کنیم. فاجعه جزیره هرمز و بنادر ایرانه که ما تقاضا از انگلیس میکنیم و انگلیس برای همیشه پاش باز میشه تو منطقه. 300 سال پیش ایرانی ها که از دست سلسله صفوی به سطو اومده بودن درا رو باز میکنن به روی محمود افغان. یعنی این پدیده تازه نیست ولی واقعا باعث سرفکندگیه. مشکل بعدی دنبال روی کورکوران است. توی داستان آلیس میدوه دنبال خرگوش بدون اینکه بدونه این کیه، برنامهش چیه، کجا میره. یعنی اراده و انتخاب خودش رو تسلیم قضا و قدر میکنه و دنبال اون میره. خرگوش آلیس رو به چاه هدایت میکنه. وقتی آلیس میفته تو چاه، خرگوش ناپدید میشه و آلیس دیگه دستش به او نمیرسه. آلیس حالا توی تای چاه یک تالار بزرگیه که درهای مختلفی داره ولی همه درها قفلن. آلیس افتاده به ترس و وحشت که چیکار کنه. چشش میفته به یک کلید طلایی روی میز و بلافاصله میفهمه که این همون چیزیه که انتظارشو میکشی. من رب دادم به خودمون. آیا ما ایرانیان نیاز برای رهاییمون نیاز اول بزن یه خود برگردم اولا ما همون کاری کردیم که آلیس کرد. ما برای رهاییمون بیگدار به آب زدیم، کسی رو دنبال کردیم که نمیشناختیم. با اینکه این شخص 8 سال پیش از انقلاب یک کتابی منتشر کرده بود و نوشته بود که برنامهش چیه، ولی چون توی ایران رژیم شاه سانسور بود ما آگاهی درستی از این کتاب نداشتیم. و اینجا میرسیم به آلیس. ما عین آلیس افتادیم تو چاه. آلیس در چاه سرزمین عجایب و ما در چاه حماقت فقاهت. آلیس درها رو یکی یکی آزمایش کرد، ما نیز به هر دری زدیم. چیزی جز دیوار و بن‌بست اون بر در پیدا نکردیم. آلیس که این کلید طلایی رو که انتظارشو میکشید و میتونه دریچه نجات رو دکشایت پیدا کرده. ما باید ببینیم که کلید طلایی رهایی بخش ما ایرانیان کدومه و چیه. مشکل بعدیمونم کمدانانی هستن که هیچ درس و عبرتی از گذشته نگرفتن و دنبال دوباره سازی سلطنتن. پرسش اینجاست که آیا این اشخاص واقعا نتایج تخریبی 25 قرن سلطنت رو تو میهنمون نمیدونن یا ناآگاهن؟ اطلاع ندارن که آنچه تا به امروز از سلطنت تجربه کردیم حکومت‌های خودکامه و مدعی مشروعیت الهی بوده؟ نمیدونن که شاه و سلطان صاحب مملکت و مردم بودن؟ صاحب
کشور رو به منزله ملک شخصی خودشون و مردم رو رعیت و خدمتگزار خودشون میدونستن. و اما مشروعیت الهی یا خداسالاری حکومتیه که مدعی حکمرانی از طرف خداوند نماینده و جانشین او. این توهم و کمدانی به درجه میرسه که میگن، میخوام این یه جمله است بخونم: خدای تعالی پادشاه را زبردست، یعنی بالاتر، زبردست همه مردمان آفریده است. یعنی اصلا شاه آفریده خداوند. باید مردم جایگاه خود را بشناسند و بنده حلقه به گوش شاه باشند. ببینید چقدر واقعا مسخره است. حالا میرسیم به بعد از، حتی بعد از انقلاب مشروطه، میدونین که میگفتیم خدا، شاه، میهن. یعنی منزلت شاه از میهن بالاتر بود. سپاسگزارم. بسیار ممنونم. راجع به سلطنت و اینها صحبت میکنید، این سوال من از شما میپرسم که اگر رهایی فردی و شخصی رو کنار بذاریم، نجاتون رو از بیگانه نخواهیم، دنبال دوباره سازی سلطنت نباشیم، با حکومت مذهبی هم که مخالف هستیم و مخالف باشیم، جامعه روحانیت رو هم فاسد و ضد ایرانی بدونیم، پس راه نجاتمون چیه و چه باید کرد؟ از هر طرف میریم برمیگردیم به این چه باید کرد. چه باید کرد؟ بله بفرمایید. واقعا یه چیزی عامیانم داشتیم میگفتیم، کاسه چه باید کرد به دستمون نگیدم، یادم نیست چی بود، چیز شبیه به این. و اما دیدیم که آلیس اون کلید طلایی که میتونه دریچه نجات رو باز کنه پیدا کرد. شما میپرسید کلید رهایی بخش ما کدومه؟ پاسخ به نظر من در پرسش گربه که پرسید کجا میخوای بری پنهونه. یعنی نخست باید بدونیم کجا میخوایم بریم، در جستجوی چه نوع زندگی هستی، چه نوع جامعه‌ای با چه شرایطی و چارچوبی رو برای زندگیمون میخوایم. به نظر من بد نیست اول بدونیم، چون شما هم توی پرسشتون قبلا اینو اشاره کردید، بد نیست که بدونیم چه نوع جامعه ای نمیخوایم، چه شرایطی و ضوابطی رو نمیپذیریم. شاید کمک کنه که انتخابمون یه مقداری بهتر و خردمندانه تر باشه. ببینین تا به امروز سرنوشت میهنمون، اقتصاد کشورمون و کنترل هستیمون در دست شاه و تحت نفوذ شیخ بوده. و منظورم تحت نفوذ شیخ نه این 40 سال، سالهای سال، قرنها. ما نه نقشی در امور کشورمون داشتیم و جامعهمون، نه حقی در انتخاب و شراکتی در تعیین سرنوشت. یعنی ما در جامعه نابرابر، خداسالار و در شرایط غیر قانونمند و فاقد عدالت اجتماعی بزرگ شدیم و پرورش یافتیم. این مسئله اینجاست که در حکومت خداسالار، شاه و فقیه تابع قوانین زمینی و مملکتی و مردمی نیستن. حکومت خداسالار از قانون بالاتره، بر قانون ارجعه، بر اینکه از طرف خداست. این نابرابری در مقابل قانون تمام کاستی ها و بدبختی های ما رو رقم زده. بزرگترین فاجعه فرهنگیمون زایده اینه، اینی که ما همه دنبال منافع شخصی هستیم و دنبال رستگاری فردی هستیم. و اما نگاه کنین به این که این منافع شخصی و رستگاری فردی زاییده 25 قرن 2500 سال سلطنت‌های خودکامه و خداسالاره. حکومت‌های خداسالار نقش مذهب رو پررنگ می‌کنن، سروری و آقایی روحانیت بر مردم رو تثبیت می‌کنن. قرن‌ها سلطه شاه و سلطان
و سروری و برتری شیخ و روحانی شخصیت انسانی ما رو و حقوق طبیعی و شهروندیمونو خورد و پایمال کرده. نتیجه همدستی و همکاری سلطنت و مذهب، سلب آزادی و حق انتخاب، غصب اراده و حقوق انسانیمون بوده. بر اساس تجربه تاریخیمون، آنچه نمیخواهیم و انتخابش خردگرانه نیست، خداسالاری. در خداسالاری قانون برای برقراری اطاعت. و جالب اینجاست که اون شعاری که چند وقت پیش مردم تو ایران میدادن، میگفتن مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رفتر، نشون میده که عده قابل ملاحظه ای از همیهنانمون این موضوع تشخیص دادن. پیش از این در مورد خدا سالاری و مردم سالاری با هم دیگه گفتگو کردیم و در بالا نیز بهش اشاره شده. و همونطور که میدونیم در مقابل حکومت خدا سالار، حکومت مردم سالار. خدا سالار تحمیلی و امریه، ولی مردم سالار یعنی شرکت مردم در تعیین سرنوشت خودشون. توی مردم سالاری قانون برای برقراری عدالته. نقش تخریبی سلطنت و دخالت مذهب رو با همدیگه مرور کردیم. نیاز داریم که یه نگاهی هم بکنیم به رژیم فقاهتی و این نقش بازدارنده جامعه روحانیت. برای این کار میخوام چند خط از مقاله‌ای که 9 ماه پیش تحت عنوان بدل فن اسلامگرایی در ایران منتشر کردم بخونم. فکر کنم روشنگره. این توی گیوم است. فاجعه‌ای که اسلامگرایان فقاهتی طی 40 سال گذشته در ایران به وجود آوردن، زیانش صدها برابر از چپاول نجومی ثروت‌های ملی و صدمات ناشی از دزدی و ملاخور کردن اندوخته‌های مردم بیشتر و شدیدتر می باشد. چنانچه این مصیبت بزرگ جبران ناپذیر نباشد، جبرانش حداقل نیاز به یکی دو نسل می باشد. نتایج تخریبی و جنبه‌های بازدارنده 14 دهه گذشته تنها با 4 قرن دخالت جامعه روحانیت در امور زندگی و آموزش و پرورش میهنمان قابل مقایسه است. جامعه روحانیت از آغاز برای کنترل هرچه بیشتر و بهتر مردم، مبارزه با خردگرایی، مقابله با اندیشه و ضدیت با ارزش و اعتبار انسان را سرلوحه برنامه کارش قرار داد. 400 سال مبارزه با دانش و مقابله با گسترش آگاهی. 400 سال آموزش یک بعدی مدار بسته مذهبی و ترویج خرافات و گسترش موهومات و عوامل غیبی. 400 سال همکاری با حکومت‌های سلطنتی خداسالار خودکامه تا بتونن مشترکاً یک ملت گوسفندی بسازن، مردمی که میبایست در بست تسلیم مقدرات شوند، در مقابل سلطان بنده و رعیت و در مقابل روحانیت امت باشند. 4 قرنی که ارمغانش کشوری عقب مانده، مردمی درمانده و فرهنگی آسیب دیده و مدار بسته بود. ببینین این آخر گیومه است. رهایی از اسارت و بندگی و نجات از رخنه عمیق این خرافات و موهومات همونقدر مشکل و وقتگیره که جبران 40 سال چپاول نجومی. و اما اینجا ای برگردیم به پرسش کجا میخواییم بریم یا چه میخواییم. بر اساس آنچه با هم مرور کردیم، بدل فن اسلامگرایی در ایران
دین جداگری یا لایسیتاس، بدل خدا سالاری مردم سالاریه. یعنی حکومتی که مشروعیتش زمینی و از مردمه، نه آسمانی و از عوامل غیبی. برای مقابله با نفوذ خرافات و موهومات که قطعه قرون توی فرهنگ و جامعه همون جاسازی شده، راهی بهتر و کاریتر وجود نداره یا هنوز شناخته نشده. در پاسخ به پرسش گربه، هم میدانیم کجا میخواییم بریم، هم راهمون رو پیدا کردیم. پاسخ در برپایی جمهوری دموکراتیک و لائیک ایرانه. از دید ما جمهوری یعنی نه به سلطنت، دموکراتیک یعنی آری به انتخاب، لائیک یعنی نه به فقاهت و دخالت مذهب، ایران یعنی همه چیز باید در چارچوب فرهنگ، یک پارچگی ملت و تمامیت ارضی کشور باشد. برای رهایی خودمون و نجات میهنمون باید گرد چنین برنامه مشخص و شفافی جمع بشیم. سپاسگزارم. بسیار ممنونم. حتما شما هم در خبرها دیدید و شنیدید ماجرای لبنان، بیروت، و من امروز صبح از شما پرسیدم که نظر شما چیه. شما یه چیزی یاد من دادید که خیلی جالبه، گفتید اصلا این خبری که لبنانی ها تقاضا کرده باشن از فرانسه که شما بیا حالا سایت رو بذار رو سر ما و ما زیر پرچم شما باشیم، جایی هست یا نه همینجوری مثلا؟ آخه بعضی خبرها این روزا خبرهای اینترنتیه. من نگاه کردم چند جا هم نوشته شده، حتی یورو نیوز اینو فرستاده، البته گویا پتیشنی هم نوشته شده و 50,000 نفر که به نسبت جمعیت 6 میلیون خورده 7 میلیون لبنان خب نسبت زیادی نیست، اونا خواستند از آقای ماکرون که به اصطلاح بیاد یه 10 سالی این لبنان بیچاره رو سرپرستی کنه. شما نظرتون در این مورد چیه؟ کشورهایی مثل لبنان و بیروت، البته من گفتم این نفرین ایرانی ها چیز شد اینا رو گرفت بیچاره، از بس همی گفتن که پولای ما رو دادن به لبنان اینا، و چه فیلم ها و ویدیوهایی می‌دیدیم از لبنان و دیدیم که چجوری اون انفجار الان واقعا همه چیز رو فلج کرده، کشوری که از لحاظ اقتصادی هم وضعش بد بود. اگر لطف کنید نظرتون رو بگید ممنون میشم. حتما. ببینین پیش از اینکه مشخصا درباره لبنان صحبت کنیم، ببینین این خیلی شبیه به همین گفتگوی امروزمونه. یعنی همجوری شما اشاره کردین 50,000 نفر در مقابل 6,800,000 نفر اصلا هیچه، ولی آدم ها اینطوری هستن. یعنی کسانی هستن که خودشون قدرتی توانایی در خودشون نمیبینن، به خودشون باور ندارن و فکر میکنن باید یکی دیگه بیاد نجاتشون بده، بیاد کمکشون کنه. این یکی از مشکلاتیه که ما هم داریم. و اما در مورد لبنان باید یه نگاهی بکنیم به این که وضع اقتصادی لبنان الان در حدود 4-5 ساله که به شدت دگرگون، یعنی همه چی در حال رکود و بیکاری و تورم و خیلی شبیه به مشکلات ما ولی در یه حد دیگری. از طرف دیگر مشکل این وجود داره که میدونین که لبنان به شدت داره از هم متلاشی میشه. یعنی در ای خاطرتون باشه، ای برگردیم به گذشته لبنان، لبنان یک زمانی واقعا بهش میگفتن پاریس خاورمیانه و من در زمان نوجوانیم در سن 19 سالگی یه مدتی اونجا بودم. بسیار بسیار جالب، بسیار آزاد و مسیحی و مسلمان، و بعد وقتی مسلمان ها از شیعه و سنی و گروه های مختلف همینطور همه با هم زندگی میکردن و هیچ مشکلی هم نداشت. این مشکلات موقعی مشخص شد و باز شد که اون آقای رفیق حریری، نه یک
یک استاد دانشگاه هست که فلسفه متلاشی کردن لبنان رو نوشت. یک کلمه یک سیفیست جانم فهمیدم ولی الان اسمش یادم نیست، میدونم بله یادم برنارد لوئیس. بله برنارد لوئیس این یک صهیونیست فاشیسته و نجات پرسته و یک فلسفه نوشت و اینو داد به اسرائیل و آریل شارون اون موقع مسئول انجام این تئوری شد و این تئوری این بود که اینا فالانجیستای لبنان که دست راستی های مسیحی هستن اینا رو آوردن با پول و تجهیزات و آموزش اینا رو برگردونن تو لبنان که چجوری گروه ها رو به جون هم بندازن و در حدود 11 ماه طول کشید و جنگ داخلی لبنان رو اینا تونستن اینطوری آغاز کنن و صدها هزار نفر کشته و آواره و بدبخت و از اون موقع به بعد لبنان دیگه لبنان نشد. یعنی اون حالتی که شما بیاین یه گروه هایی حالا درسته که کسانی اومدن اینا رو انداختن جلو که این کار رو بکنن ولی به هر حال وقتی گروه عمل میره گروه فلانجیست رو میکشه فلانجیست میره شیعه رو میکشه در نتیجه این برادرکشی و پدرکشی دیگه مسائل رو میبره توی سطح دیگه. اینه که اون هم داره نقش بازی میکنه، یعنی یه عده‌ای دارن تقاضا میکنن که اینا برن اون بر اونا برن این بر. وقتی اینا همه رو میزنیم بغل هم دیگه میرسیم به اون، اگه خاطرتون باشه یک بار در مورد پرفکت استورم گفتگو کردیم که چجوری یک طوفان کامل به وجود میاد و همه چی رو منهدم میکنه. از این رو یه عده‌ای هستن که میگن شاید راه نجات ما اینه که ما بریم زیر یوغ فرانسه، ولی واقعیت اینه که فرانسه که عاشق لبنان و لبنانی نیستش، دنبال منافع خودش اگه بره اونجا میخواد بچاپ و بخوره و سروری کنه و ما نتایج اونو هم تو میهن خودمون دیدیم هم جاهای دیگه و الان هم که ایران داره میره تو دامن چین. بسیار ممنونم. پس امیدی به دیگران نباید داشت و ضمن این که باید با همه خوب بود ولی باید دست روی زانوی خودمون گذاشت. اون سوالی هم که شما کردین آقای نیساری نوشتن کاسه چه کنم چه کنم طرف کاسه چه کنم چه کنم. من از شما ممنونم، براتون آخر هفته خوبی آرزو میکنم، با امید دیدار. سپاسگزارم. منم برای شما و همیهنانمون و بینندگان تلویزیون مردم آرزوی آخر هفته خوبی رو دارم. خیلی ممنون که با ما بودید. دوستان عزیز، با آقای امیرحسین لادن بودیم. مقاله شون ایران سرزمین عجایب که در گویا نیوز در گویا هم چاپ شده، لینکش رو گذاشتم تو همین فیسبوک به صفحه خودشون، اگه مراجعه کنید اونجا میبینید نوشته های ایشون رو. و در حین برنامه هم یکی از دوستان نوشته بود که آقای بهرام بهرامیان اگه اشتباه نکنم، خوشحالن که نوشته های ایشون رو پخش میکنیم به دستشون میرسه و شما هم اگر صحبتی دارید میتونید با خود ایشون تماس بگیرید. اگر مشکلی داشتید در ارتباط میتونید با من تماس بگیرید، از طریق تلویزیون مردم با ایشون صحبت میکنیم. خیلی ممنون که با ما بودید. برنامه آقای حسن ارشاد برنامه شماره 282 رو با هم میبینیم. بعد از اون یه چند دقیقه به اصطلاح برنامه بازپخش هست، بعد میریم کالیفرنیا سراغ میریم واشنگتن سیاتل، میریم سراغ آقای عباس سعیدی و درباره ماتریالیسم صحبت میکنیم. خیلی ممنون که با ما هستید و برنامه ها رو پی میگیریم. مرسی.